و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان. آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان اعلی حضرتین جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین، درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس یاحوش گرامی کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. پیش از آغاز سخن از همه شما میهن پرستان عزیز، چون بچه ها مدام به من میگن من هر از شنگایی انجام وظیفه میکنم، تشکر میکنم بچه های داخل کشور. اینا من جدی میگم، اونا اگر الکی بیام یه حرفی بزنم من مینویسم، بعضی هاشون هم یه قسم و آیه و میگم به خود من هر از شنگایی میگم باشه چشم، امیدوارم بچه هم پای تلویزیون باشید بشنم یا حداقل برنامه رو بعدم گوش کنید. خیلی خیلی بچه های داخل کشور تشکر میکنن از شما همیهنان عزیز خارج از کشور که با همه گرفتاریاتون لطف و حبت میکنید، کمک میکنید به سنگر ایران آریایی که واقعا نمیشه به چشم یه تلویزیون همینطوری بهش نگاه کرد، یک سنگر مبارزاتی که به جا مونده برای مبارزه بر علیه فرقه تبهکار. و
به حال منم به شخص از طرف خودم از همه شما همیانان عزیز سپاسگزارم. خیلی ممنونم از اینکه بوت محبت میکنید، زنگ میزنید از سراسر جهان و اصلا لطف میکنید، چون ما فقط وابسته به شما هستیم که این تنها سنگر باقی مونده رو رو پاش نگه داریم. همه میدونیم دیگه، احتیاجی هم نیست که مدام تکرار بکنیم، هرچند که من مدام تکرار خواهم کرد که وضعیت رادیو تلویزیون رو دارید میبینید، همه شمشیر کشیدن بر علیه جاوید شاه، همه شمشیر کشیدن بر علیه میهن پرستان، همه شمشیر کشیدن بر علیه نظام برحق و انسانی شانشون، همه شمشیرها رو از رو دیگه بستن، قمه و ساطور گرفتن تو دستشون بر علیه پهلوی، یعنی دیگه رسما علنا دیگه دارن میگن. و کار به جایی رسیده که افتادن دیگه به یک پرت و پلاگویی های، به یک مزخرفاتی که میگن مرغ پخته تو قابلمه میخنده، جدی مرغ پخته تو قابلمه میخنده. یه اتهاماتی میزنن به رضا شاه بزرگ و آریا مهر بزرگ تو این دنیاهای مجازی و چه و چه، که من امشب با بچهای داخل کشور امیدوارم مثل همیشه حواسشون رو جمع جور بکنن و عرایز بنده توجه بکنن. و ممنونم از توجهاتتون و سپاسگزارم از همه حمایتای شما بچهای داخل کشور، از تشویقاتتون، از پیشنهاداتتون، انتقاداتتون، خیلی از همتون ممنونم. من زبان شما بچهای داخل کشورم، همیشه هم گفتم با قدرتم میگم من سخنگوی شما میهن پرستانی هستم که بیش از 40 سال گلوهای ما رو همه رو اصلا بریدن، زبانامون رو بریدن، زبانامون که نبریدن ولی گلوهامون رو بریدن، خونی مالیمون کردن. و حالا خدا رو شد یه فرصت پیش اومده و من بیام عقده گشایی بکنم، عقده های دلمون رو که در طول این سالها جلوی دهان ما رو گرفتن، جلوی زبان ما رو گرفتن، هر جا رفتیم در هر خونه ای رو رفتیم زدن دهنمون رو پر خون کردن، کلک بهمون زدن، رو دست بهمون زدن، گولمون زدن. یادتون میاد راجع به نیمروز و کیهان لندن گفتم، منم دارم پیر میشم، آلزایمر گرفتم، همون موقع میخواستم این حرفو بزنم، مثلا یادم رفت که داشتم راجع به تیم سارس و پرویز خسروانی میگفتم. شاهدخت زنده یاد شاهدخت والا حضرت اشرف پهلوی، عرض کنم پول میدادن به کیهان برای چاپ یک صفحه بزرگ که عکس اعلیحضرت خدایگان چاپ بشه در روز، عرض کنم چهارم پنجم مرداد و روز، عرض کنم چهارم آبان، و تیمسار سپهبد پرویز خسروانی ولا غیر. بر حسب تصادف، حالا این داستانم سریع براتون بگم، بر حسب تصادف، یعنی بر حسب تصادف نبود، به دستور تیمسار سپهبد پرویز خسروانی که به یک تظاهرات ایران رفته بودن روبروی سفارت اشغال شده ایران در لندن، و فرصتی بود، منم هم تیمسار عزیز رو زیارتشون کردم، دستشون رو بوسیدم، و هم این که یک فرصتی بود توسط چند از بچه های خیلی قدیمی سری زدیم به این کیهان و نیمروز، طبقه پایین نیمروز و هم تو آشپزخونه‌اش می اومدن میشستن تریاک میکشیدن، بعد مقاله می نوشتن تو همون نیمروز. اصلا نیمروز تحت کنترل داروش و همانون بود که با پرویز اصفهانی اینا می اومدن میشستن تریاک کشید. و اینا رو نه دروغ بگم، ما دارم جایی دوربین دارم میگم، بچه هایی که دو لندن فعالا میدونم. کیهانم خدا رحمتش میکنه، استاد عزیز من، استاد ناصر محمدی عزیز که چند سال پیش، 2 سال پیش استاد عزیز رو از دست دادیم، روان شاد، مرد بزرگ، واقعا مفسر و یک تحلیلگر واقعا خوب مسائل سیاسی بود، میهن پرست واقعی که به مانند همه میهن پرستان واقعی ایشون هم همیشه جورابش سوراخ بود ولی شرفشو نداد. به هر حال
بارها بچه های میان پرست از جمله مای شاگردم به استاد ناصرخان محمدی گفتیم که استاد به این آقای نسبازاده بفرمید که چون ایشون در کیهان قلم زدن و بسطور مقاله میگوشتن به ایشون بگید که آقا این دیگه همه میگفتن کیهان سلطنت طلب، کسی نمیگفت نیمروز سلطنت طلب، یعنی میگفتن کیهان سلطنت طلب. اصلا من عضو شدم به خاطر اینکه میگفتون کیهان خودمونی، حداقل به این طریق بتونیم کمکش بکنیم. و من نیمروز هم میخریدم میخوندم، ولی کیهان عضوش بودم، به اصطلاح آهومانش بودم، پول میدادم میومدم، همیشه هم میومد، هیچ وقت هیچ مشکلی نه تو نیمروز نه تو کیهان نبود، قشنگ میومد. حالا یکی دو روز تاخیر، ولی هیچ وقت هیچ شمارهش نشد که نیاد. اگه مثلا یه هفته نمیومد به دلایلی، دو تا شمارهش با هم میومد. بگذاریم اینا رو بگم که تونسته باشیم حقایقو گفته باشیم. ما به استاد ناصرخان محمدی گفتیم استاد به این دکتر نسبازاده بفهمید که خب این اسمش کیهان لندنه، این صفحه اول کیهان اون پرچم شیر و خورشید رو بزنن، بابا یه شیر و خورشیدی بذارید اون بالای کیهان. ایشون سرش رو تکون میداد و همیشه با اون لبخند زیبا و دوست داشتنی و مهربانانش، مرد بسیار شریفی ناصرخان محمدی استاد عزیز، و همیشه هم با خونسردی با ملایمت همه رو میخواست به هم وصل بکنه واقعا. و خب ما جوان بودیم، همین کله همون باد داشت، ما رو آروم میکردن، گفتن که خیلی خوب حالا باشه، من میگم ولی هیچ کار نه که نگفتن، بیشک ایشون گفته بودن، ولی هیچ کار مثلا کیهان بیاد یه دونه شیر و خورشید بذار، بابا فقط سلطنت طلبا دارن کیهان میخرن، ما بچه های مشروطه ها بقید داشتیم که ایهان میخریدیم، سازمان تروریستی مجاهدین که نمیخریدیم، کمونیست ها که نمیخریدن. بعد جالب کجاست؟ شما در کیهان رو ورق میزدی، نیمروز رو ورق میزدی، یک دونه میهن پرست اون تو مقاله نمیمش، مگر به جز ناصرخان محمدی یکی دو تا گهگاهی اون گوشه ها اون بغلا قسمت تسلیت مثلا یه چیزایی مینوشت، یه خبری از دست اغراض بعد هیچی. هر کس اونجا مقاله مینوشت، از جمله همین علیرضا نوری‌زاده که یه رادیویی هم این درست کرده بود، حالا اسمش رو بهتون میگم، من خاطرم رفت، یه رادیویی هم درست کرده بود 10 تا 11 شب به وقت لندن، همه بچه ها صداهاشو ضبط کردن، صداهاش مونده علیرضا نوری‌زاده اون رادیوی دیگه، صداها چه اشکایی میریخته واسه خاتمی و برای اصلاحات، چه گریه های شبا کردی، نه همه صداها مونده و هنوزم اسم خاتمی و اصلاحات میاد، هنوزم چشمات پر اشک میشه، چون بنمایتون اینه. مثل یه سرداره بود، سردار ندم چی اسم مادوشو برده شادم رفت، همین لگم فروش دوز شش شب و روزای باید. من همه اینا رو دارم آگوشم تو کانال تلگرام، هم میتونید نگاه کنید. بعد با تمام اینا که به خودشون میگن کمپوزیسیون، با همه اینا رفت دست داد سلام علیک کرد، عکساشو همه رو گذاشتم دارم همه. حالا با این مقدمه شروع کردم، بچه ها لطفا بفرمایید زنگ بزنید، ممنونتون میشم به سنگر بریم زود صحبتم با بچه های داخل کشور. هوش و حواستون رو بدید بمید. وزارت اطلاعات جمهوری اشغالگر اسلامی، میدونم الان همه تون منتظرید من راجع به مجاهدین و راجع به فوتبال بگم، حواستون رو بدید بمید، از اون دوتا بیم بیرون، اصلا تو اون بازی ها من نمیرم، که از الان خیالتون راحت بشه که کی میگه که اصلا و ابد. بذارید کارمون با اتون بکنه، گوش کنید، من عقلم و دست شما جوان ها نمیدم، چون اگه بخوام اینجوری بشم بعد منم میشم مثل شما 20 ساله، پس من باید نشون بدم که من مثل شما 20 ساله نیستم، نه اینکه بگم شما عاقل نیستید، نه، ولی به هر حال من از شما بزرگترم و چهار تا پیرن و پنج تا شلوار و دو جفت کفش بیشتر از شما آرزو کردم تو این دنیا، متاسفانه بیشتر از شما اکسیژن کره زمین رو مصرف کردم. عرض کنم حضورتون انشالله همه تون هم 120 ساله باشید، عمر با عزت و عمر شرافتمندانه، دنبال پول نرید، دنبال معنویات زندگی برید، زندگی یک دمه، یک دم، آدم از فردای خودش چی، از یه دقیقه دیگه خودش خبر نداره، از خودتون نام نیک به جا بگذارید،
عرضم به حضورتون وزارت اطلاعات فرقه تبهکاران یک از موقعی که این جریان اینترنت درست شد، چون اینا اتاق فکر دارن، چیزی که ما مشروط خواهان فاقد اون هستیم، سازمان تروریستی مجاهدین اتاق فکر داره، مصدقی های ایران بر باده اتاق فکر دارن، توده‌ای های همیشه خائن اتاق های فکر دارن، تمام کاراشون رو حساب و کتابه. ما مشروط خواهان همین چسبیدیم به سرکار استوار و صمد آقا و دوغ آبلی و کانادا درای و سینما رو دیدم شهر فرنگ و یه فیلم آقا پاشن طلا و یادش بخیر اینجا میدون تجریشان اینجا کباب و اینجا میدم برمی سبزه. ما فاقد سازماندهی هستیم. چرا؟ چون بزرگان ما مشروط خواهان اونایی که میتونستن ما رو جمع جور کنن و اقدمی تیغ گذروندن، مثل تیمسار روانشون شاد تیمسار ارتش بود اویسی که رژیم رو از ریشه و بن میتونست بزنه، مثل شهریار شفیق افسر برجسته نیروی دریایی فرزند والحضرت شاهدخ اشرف پهلوی، روان شاد یکی از میهن پرستان تاریخ 2500 ساله ایران بود. روزی متوجه خواهید شد که چه بابکی رو ما از دست دادیم. و امثال هم مثل تیمسار رحیمی، خسرودار و آیت محققی، جهانبانی، اینا بزرگانی بودن، حالا نه فقط نظامیان، غیر نظامیان، امیر عباس و هویدا اگه می اومد بیرون، سالم میمون، اینا بزرگ بودن، اینا کار حزبی کرده بودن، کار سیاسی کرده بودن، این بزرگان، این بزرگواران. نسل بعد از اونا که در حالت تقریبا مثلا وزیر و وکیل مثل همون داروش و همایون بودن، اینا حق باز بودن، سیاست باز بودن. کسی که سیاست بازه این دنبال پوله، طبیعی هم هست، نه که کار بدی بکنن، اینجوری من میگم یه حالت چندشاوری نباشه. ببینید هیچ کس فی سبیل الله جونشو تو این دور زمونه نمیاره بذاره وسط. هر کسی میاد میخواد یه کاری بکنه، هم دنبال پوله هم دنبال پست و مقامه، حقشون هم هست، میگه آقا من جونم گذاشتم، من بین 80 میلیون آدم جیگر کردم اومدم جلو دوربین، من آرمان اومدم به مقام برسم، به پست برسم، به پول برسم. هیچ کس مثل من نمیاد با این صداقت، اینو جنبه تعریف از خودم نمیگم، میخوام ببرمتون تو جاده اصلی، الان دارم آروم آروم از تو ترافیک فکری میارمتون بندازم تو میدون شهیاد که بریم به سمت اتوبان کرج. خب حواستون ندینی برون بقای خودش تعریف میکنه، نه من احتیاجی نخواهم تعریف کنم، من خودم میدونم چه جونو برو کی هستم. هیچ کس نمیاد به شما بگه من دنبال پست و مقام نیستم، من دنبال پول نیستم. کسی اینو بگه اون ادهی که سیاست بازن گوش میکنم میگن خود تو احمقی، درستم میگن، ببین من بعد میگم بعد خوب میگم خوب، اینا دنبال پست و مقام هن. اینا داروش همایون به خواب شبش نمیدید اینجوری دراز کش بشه، اون میگفت این رژیم رفتنیه، حد اقلش من نخست وزیرم تو ایران، اون رفته بود برای نخست وزیری، اون وزیرم بود، بسیارم سیاست مدار بود، سیاست باز بود، داروش همایون آدم بیشور نفهمی نبود، پدر سوخته بود، شالاتان بود، هفخد بود، و سیاست بازم باید این باشه. من هیچ وقت نمیتونم سیاست مدار بشم، چون اول باید پدر سوخته بشم، هفخد بشم، به صغیر و کبیر رحم نکنم، را به را اینقدر دروغ بگم که خودم هم باورم بشه دروغای خودم. بعد تو باید این کاره باشی، مثلا این کاره نیستم، من نمیخوام هم باشم. بنابراین ما متاسفانه به پست کسانی خوردیم که اونا نتونستن، یعنی نتونستن، نخواستن، ببخشید، نخواستن که اتاق فکر برای ما درست کنن. چون وقتی که مثلا به طور مثال دارم عرض میکنم، اگه من بخوام اتاق فکر درست بکنم، کیا رو باید برم جمع کنم دور خودم؟ آدمایی که مثل من فکر میکنن. مثلا من باید برم جناب وطنخواه رو بردارم برم تو اتاق فکر، آقا وطنخواه ما داریم تشریح درست میکنیم اتاق فکر، شما احتیاج به همفکری شما هم داریم،
خب من که نمیرم لگن فروش دوزو بردارم بیارم، اون میرم که قالتاق اون بردارم اونجا چیکارش کنم؟ من نوریزاده رو که نمیتونم بیارم، خادی خورسندی رو که نمیتونم بردارم بیارم، اینا که به خودشون میگن مشروطه خواه قلابی لیبرال دموکرات، اونا رو که نمیتونم بیارم. اینا جمهوری طلبم بعد حالا یه روز به همتون ثابت میشه جمهوری طلبم خودشون چپوندن به مشروطه خواه. من مثلا اسماعیل، همون اسماعیل چند تا نقطه رو، نوری فلان و اونو، من که نمیتونم برم بردارم بیارم. من برای آدمای بیارم که هم جنس خودم باشن، هم فکر خودم باشن، با هم بتونیم. بعد ما میخوایم اتاق فکر، من میخوام اتاق فکر درست کنم برای چی؟ برای اینکه رژیمو بزنم. من براندازم نه جا انداز. من میخوام جمهوری اشغالگر اسلامی رو با تمام مخلفاتش از بین ببرم. من با فوتبال جمهوری اسلامی، با سینمای جمهوری اسلامی، با موزیک جمهوری اسلامی، هر چی که توی این کشور، من دشمنم، مخالفم. من اینا رو تیم ملی فوتبال نمیدونم. رهبرش داره میگه ملیت خلاف اسلامه. کدوم تیم ملی؟ آقا شاهزاده باز نرید تو اون بازی. اعلیحضرت داستانش با من و شما فرق میکنه. بفهمی جایگاه این مرد رو. بابا زبونم مو در آورد. این مرد، این پادشاه، برای اون پسره چی بود اعدامش کردم بردنش ایران، باباش آخونده، اسم این مردش برده من یادم میره، برای اون تنلش اعلیحضرت چیز داد، اعلامیه داد بیرون. حالا من تو آرشیوم نگاه میکنم، یکی از اون صحبتاشو میارم برای شما پخش میکنم با همین دوست شریفش ناجوان مرد، میام براتون پخش میکنم که مخوتون سود بکشه. توی کانال تلگرام ما هست، وقت نیست، باید برم پیداش کنم. خب شرط اعلیحضرت فرق میکنه با ما. من اعلیحضرت نیستم، من پادشاه نیستم، من مبارزم. من با اعلیحضرت خیلی فرق دارم. کلام من کلام تو کوچه و بازاره. من با بچه های کوچه بازار کار دارم. من اومدم برای زدن رژیم، برای براندازی. اعلیحضرت با آحاد ملت کار دارم. اعلیحضرت لازم باشه همین امشب با علی شیره‌ای بشینن تلفنی صحبت کنن، باید بکنن. اعلیحضرت همین امشب لازم باشه با جمعی از آخوندهای حوزه لجن قم که تلفن زدن که مثال دارم میزنم، اعلیحضرت یا شاهزاده یا حالا هرچی به داد برس، واقعا دیگه اسلام داره نابود میشه و ما بخشی از روحانیت حمایت میکنه و اینا، سپاه پشت سر شماست. اعلیحضرت با اونا گفتگو باید بکنم. من آخوند رو تا اونجایی که چشم میبینه ببینمش، له و لوردش میکنم، سرتش میکنم. این تفاوت. این من مبارزم، فعال سیاسیم، حالا تو هرچی اسمشو بخوای بذار، علاف سیاسی، ولی من شاه نیستم. هر چی باشم شاه نیستم، سیاستمدار نیستم. سیاستمدار مثل من حرف نمیزنه. سیاستمدارا از امثال من خوششون نمیاد، چون ما همه چی رو میایم لو میدیم. ما مبارزین صف اول هیچ وقت مورد مخصوصم علازت نیستا، مورد قبول سیاستمدارا نیستیم. به خاطر همینه که هیچ رادیو تلویزیونی با هیچ میانپرستی گفتگو نمیکنه. اگر با تقی‌زاده و طاهری گفتگو میکنن، اینا خودشون میدن اینا کبریت بی خطرن. اینا باید میومدن اتاق فکر درست میکردن. من بارها گفتم آقای تقی‌زاده، آقای امیر طاهری، این وظیفه شما بوده به عنوان روزنامه نگار، به عنوان هر عنوانی که داشتید در ایران، نه وظیفه من. شما اومدید نقشی رو بازی کردید که اصلا اون نقش به شما ربطی نداره، شما تو قالب اون نقش نبودید. اومدید میگید ما مفسریم، ما اصلا تفسیر سیاسی به شما ربطی نداره. شما باید نقش جهانگیرخان سور اسرافیل رو بازی میکردید، ولی شما اومدید نقش عزت‌الله علم رو بازی کنید. سیاستمدار شما، سیاستمدار نبودید ایران. چرا؟ چون عادت کردید نونو به نرخ روز بخورید، چون استثمار و استعمار. هوش و حواستون رو بچه ها بدید به من، چون من میدونم پرت میشید. استثمار و استعمار و استبداد، اولین چیزی رو که از یه ملت میگیره هوش و حواسه، ملیته، غیرته. یه ملت رو وابسته میکنن. انگلیس ها وقتی هندی ها رو فقیر کردن، اونا که فقیر بودن، اینا بیشتر فقیرشون کردن. به سرباز هندی یه روپیه، یک روپیه، یعنی پول کشور خودشو به خودش میدادن، اصله بهش میدادن، گفتن طرفدارای گاندی رو بکش، اونا هم وای میسادن میکشتن. سرباز
امریکایی ها در ویتنام بین ویتنامی ها مزدور می خریدن، پول بهشون می دادن، گفتن مزدوری کنید ببینید دهکده ها، ببینید پایگاه ویتکونگا کجاست. این بلا رو سر ما آوردن. ولی انگلیس این بلا رو مثلا یک قرن بود حد اکثر که نشد سر هند آورد. امریکایی ها 30 سال این کار رو با ویتنامی ها کردن. ما 1400 سال استعماریم، ما 1400 سال استثمار شدیم. واسه خاطر همینه که روزنامه نگار خائن، برنامه ساز خائن، خواننده خائن، شاعر خائن، ترانه سرا خائن، آهنگساز خائن، هنرپیشه خائن، کارگردان خائن، فوتبالیست خائن، وزیر خائن، وکیل خائن، مأمور شهرداری خائن، کارمند خائن، معلم خائن، استاد خائن، دانشجو خائن، دکتر خائن، مهندس خائن. هر جا تو هر طبقه نگاه میکنیم ما خائن داریم. اگر یک کشوری رو به مانند ایران پیدا کردی در دنیا، در دنیا همین دنیای کنونی به اندازه ایرانی خائن داشت، من دست از تمام ادعای سیاسی برمیدارم. همیشه در تاریخ نوشتن اعراب خائن ترین فولک مردم جهانن. خب تا جایی که یک انگلیسی به اسم لورنس توشون نفوذ کرد، تازه این یه دونش بود که لو رفت، خیلی از این لورنس ها توشون نفوذ کرد. به شرافت بشری سوگند، اینقدر که در بین ما ایرانی ها خائن هست در بین کل عربا نیست. خیانت رو کردن تو خونمون. این حرفی که من همیشه به تو، این تکه کلامی که همیشه من دارم، ما رو خیانت رو کردن تو خونمون، عادتمون دادن. ما خیال میکنیم داریم خیانت میکنیم، داریم خدمت میکنیم. در همین آلمان چینی ها رستوران دارن، فقط چینی توش کار میکنه، چینی ها هم حمایتش میکنن. ترک ها هنوز ترکی حرف میزنن، بچه یه ترک تو خونه هنوز ترکی حرف میزنه، هنوز پدر و مادر همون جایگاه رو دارن، هنوز زمین میشینن آبگوش میخورن، هنوز همونن، هنوز دور هم دیگه هستن. یه جاهایی دارن بهش میگن جمعیت، جمعیت همچین چیزی، هنوز جمع میشن، قیلونشون رو میکشن، غیبت میکنن، تخته بازی، انگار که تو وارد آنکارا و استانبول شدی. ایتالیا یا همونن، وارد رستوران ایتالیایی میشه انگار تو وارد مثلا روم شدی. یوگوسلاوا همینن، مجارا هم، هر ملیتی در دنیا بگه همینن. فقط ایرانیان که با هم متحد نیستن. ما هم دیگه تو خیابون میبینیم فرار میکنیم، میگیم ایرانیه ایرانیه، فرار میکنیم. به روح پدر مادر من تنها ایرانی ام که هیچ وقت دست ایرانی فرار نکردم، هر خدمتی هم دستم بر اومده کردم، چوبشم خوردم ولی بازم کردم. همه هم بهم میگن تو چرا این کار میکنی؟ میگم یاد بگیری. چرا از هم دیگه فرار میکنی؟ چرا میگی ایرانی ایرانی برید تو مغازه؟ چرا؟ چرا؟ ایرانی اومده بود کباب زده بود تو دوسلو، فقط در حدی بنده خود رو تو صندلیم گشته بود کباب میفروخت، جیگر و کباب اینو روزی 100 مارک در نمی آورد. بغل دستش اومدن چلو کبابی زدن، روبروش چلو کبابی زدن که خوردش کردن، له و لورده گریه میکرد بدبخت پسر برام. من تنها کسی بودم که میرفتم ازش خرید میکردم، خدا شاهد و گواهه. ما خیانت رو کردن تو خونمون. واسه همینه که اتاق فکر نداریم، خدا تا سازمان پادشاهی داریم. به مجرد این که من میبینم چه کسی دشمن آقای آریان وطنخواه شد، چون باهش خورده حساب دارم، میرم با دشمنش مصاحبه میکنم. اسمم هم گذاشتم مشروطه خواه. ببین چه مثال ساده‌ای براتون زدم. به مجردی که من بفهمم یکی دشمن آقای سیاوش شده، چون من یه روزی باهش خورده حساب شخصی ها، نه خورده حساب سیاسی، خورده حساب شخصی دارم، میرم پیش دشمنش، سعی میکنم دشمنشو به یه جا برسونم. 4 تا چیزم نقطه ضعفی هم که از آقای سیاوش دارم برم به دشمنش بگم. اینو تو خونمون کردن. شما برید ایران رو نگاه کنید، بچهای داخل کشور پرت نشید اینور اونورا، چت نکنید، گوش کنید به من. شما برید ایران پس از اسلام رو نگاه کنید، نمیخونید. واسه همین وارد بازی تلویزیون هک کردن و نمیدونم فوتبال قهرمان فلان شدن، وارد این بازی ها میشید. خب از روزی که اسلام به ما حکومت کرد، ما رو گرفت،
از روزی که شدیم خلیفه، خلیفه بغداد به ما حکومت کرد، خلفای راشدین، بنی امیه، بنی عباس، بنی زهرمار، خلیفه اول، دوم، سوم، چهارم، 400 تا خلیفه اومد. کار کشید به هارون الرشید، کار کشید که یکی از خلفاشون، یکی از خلیفه‌هاشون به اسم موسای کاظم اومد طوس، اومد مشهد، ازش امام ساختن. هنوز من و تو میریم خودمون رو میمالیم بهش. من رفتم خودم رو مالیدم بهش. اول خودم رو بگم، من آدمی نیستم لاپوشانی کنم بگم من از زمان شام سکولار بودم، نه مسلمون بودم، زنجیرم میزدم، روزم میگرفتم، نمازم هر موقع ریاضی، نوبت ریاضی بشد میرفتم میخوندم، روزم دو سه روز میگرفتم، سینم میزدم، مشهدم میرفتم، قمم رفتم، شاخ چراغ و چل چراغ و هرچی چراغ مراغ و امامزاده و هرچی بی پدر و مادر بود من رفتم، به پابوس و رفتم همه جاشم بوسیدم. نه 1400 سال شوخی نیست، 1400 سال به ما حکومت کردن. مغول ما رو نجات داد، چنگیز مغول ما رو نجات داد، بعد برامون سلسله درست کردن، تیمور لنگ اومد سلسله تیموریان برای ما درست کرد. برید ببینید سلسله های بعد از اسلام رو، به جز پهلوی برید ببینید کی نسیونالیسم آورد تو ایران، کی ایرانی رو صاحب ایران کرد، کی به ایرانی شرافت و اخلاق داد، کی ایرانی رو صاحب هنر و صاحب اصالت و هویت ملیش کرد. اسم یه سلسله رو بیارید، من دست از تمام ادعای سیاسی برمیدارم. آقا قویونلو، قره قویونلو، سامانیان، سفاریان، غزنویان، سلجوقیان، افشاریه، زندیه، قاجاریه، صفویه، دیگه کی اومده؟ تیموریان، او اینقدر ملوک و طوایفی کوچولو موچولو لابلاش اومده، خوارزمشاهیان، بعد حملاتی که به ما شد، چه و چه و چه و چه. هیچ کس مثل پهلوی به ملت ایران خیانت نکرد. اتفاقاً ما همه رو ول کردیم، فقط گریمان پهلوی رو گرفتیم، فقط داریم بعد میرا به پهلوی میگیم. اصلا صحبتی از قاجاریه هست؟ نه. صحبتی از آقا محمد خان اخته شما میشنوید تو این 42 سال؟ نه. صحبتی از محمد شاه میشنویدی؟ نه. صحبتی از فتلی میشنوید؟ نه. صحبتی از مزخرفالدین، ناصرالدین، ممدلی، چرتعلی، فشارعلی، زورعلی، یورعلی، چشمعلی، احمد ولیگرد میشنوید؟ نه. سخنی میشنوید از صدر اعظم هاشون که همشون نوکر روس و انگلیس بودن؟ نه. صحبتی هست از عهدنامه، از کسافتنامه گلستان و ترکمنچای؟ نه. فقط شاه بحرین رو داد، رضا شاه آرارات رو داد، تمامیت ارضی رو دادن. یعنی یه جوری راجع به پهلوی صحبت میکنن که ایران 20 میلیون کیلومتر مربع بوده، رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی این کشور رو تبدیل کردن به این گربهه تو سریخور بدبخت، ملت هم در فقر و فلاکت و بدبختی و بیچارگی زندگی میکردن. بعد همونایی که از دولتی سر اون مرد به آب و علوفه رسیدن، امروز در لجنجلس و در جاهای دیگه به خودشون میگن هنرپیشه نامبروان و ترانه‌سرای نامبروان و منفجرزاده نامبروان و شهریار قنبرک‌زاده نامبروان و اسماعیل نوری فلان فلان شده نامبروان و همینا نامبروان شدن، دولتی سر اون جریان نامبروان شدن. تو قیصر بازی کردی، تو گوزنا رو ساختی، تو موزیک مد درست کردی واسه داشاکور، تو موزیک مد درست کردی واسه توقی، تو موزیک مد درست کردی واسه نمیدونم علف های هرز، تو اومدی گفتی برادر جان نمیدونی چه دلتنگم، شماها حال کردین، تو بهت میگفتن الاغ ماهی، به تو میگفتن سلطان قلبا، بابا شماها داشتین حال میکردین، شما دولتی سر اون مرد به آب و علوفه رسیدین، بعد همه تون اومدین خارج از کشور به جای حمایت از اون پادشاه، از اون سیستم که تو کاباره میامی 20000 تومان 30000 تومان چک واسه تون کشیده میشد، که تو استودیوم 100000 نفری آریامر توی رخکن چک دربار براتون میومد 150000 تومان واسه خاطر یه گلی که زدید یا یه گلی که قراره بزنید، بعد همتون شدید ماویست و کمونیست و اصلاح طلب و اصحال طلب و چه و چه و چه و چه، بعد محمد رضا شاه پهلوی شد دیو، همتون شدین انسانهای شریف، بعد همتون رفتین آهنگ جمعه رو خوندین. کجا خوندین؟ تو فیلم خداحافظ رفیق. کی بازی میکنه؟ سعید راد تنلش. بعد خداحافظ رفیق رو میدن به فرهاد میخونه، بعد میگن اگه فرهاد نتونست بخونه بدیمش به گوگوش بخونه، اگه دیدیم به گوگوش هم نرسید و نشد بدیم آقاسی بخونه، فقط این آهنگ بیاد بیرون که تو جامعه تکون بخوره. جمعه ها خون جای بارون میچکه. خب بابا خیانت به چی میگن؟ خب حالا بعد من چقدر باید خودم رو دارم عرض میکنم در این نقطه سرخط، اینجا سرخط راجب خودم.
بعد من چقدر باید ابله باشم داخل پرانتز که هستم پرانتز بسته چه دروغ بگم، چقدر باید ابله باشم که توقع داشته باشم کیهان لندن بیاد چیز شیر و خورشید بزنه روش صفحه اول، چقدر باید ابله باشم که منتظر باشم داریوش همایون برای من اتاق فکر بزنه، چقدر باید ابله باشم که منتظر باشم تقی‌زاده و امیر طاهری منو نجات بدن، چقدر باید ابله باشم خودمو میگم ما همتون پرفکت و باسواد و دانا و اینا، از من ابله‌تر بی‌سوادتر نادان‌تر نمیتونید پیدا کنید، پس بذار اعتراف بکنم به در دیوار که نمیتونم اعتراف کنم، بذار اینجا اعتراف کنم، چقدر باید ابله باشم که بعد قبول بکنم که قراره که بین یک گروهایی یه نشستایی بشود ها که همه ما بشینیم ها گفتگو بکنیم ها که میخوایم برانداز بشیم ها بعد بریم ایران ها بعد پهلوی ها ببریم ایران ها فوته اینا، اونی که خیال میکنه من اونم، اونی که خیال میکنه منم اون خودتی. جناب مهندس شماره یک و لطف و محبت بفرد. همیهنان و سپاسگزاری از جناب رضا احمدی، جناب مهندس سیاوش گرامی و آقای آریان وطنخواه بزرگوار. همه ایران سرای من است، تو ایران نباشد تن من مباد، پاینده ایران جاوید شاه، اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم، میهن پرستان از مشهد. تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی، اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم. من یک ترکمنم، یک بلوچم، یک کردم، یک بختیاریم، یک لورم، من یک کرماندم، یک گیلکیم، یک مازنی، یک خوزستانی، یک تهرانی و در نهایت من یک ایرانی مشروطه‌خواه هستم. ما دین و ایمان ما فقط خاندان پر افتخار پهلوی است. خدایگان ایران و جهان، خوشحالی هستم از ترکمن زهرا بجنور، پاینده ایران جاوید شاه. درود میفرستم بر روان پاک رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه بزرگ. من یک تهرانی، یک اصفهانی، یک شیرازی، یک کرد، یک آذری، یک بلوچ، یک گیلکی، یک جنوبی هستم. من یک سلطنت طلب هستم و برای بازگشت پادشاهی به کشورم، زیرا هویت یکایک ما ایرانیان است، تمام تلاش خود را می کنم، چه بسا اینکه جان خود را در این راه تقدیم خاکم کنم. پاینده ایران و ایرانی تا ابد جاوید شاه. با درود، من اصفهانی هستم، من شیرازی هستم، من کردستانی هستم، من یک ایرانی مشروطه خواه هستم. پاینده ایران جاوید شاه. من یک تهرانی، یک کرمانی، یک اصفهانی، یک فارس، یک خوزستانی، یک بلوچ، یک خراسانی، یک کرمانشاهی، یک آذربایجانی، یک مازندرانی، من یک ایرانی میهن پرست مشروطه خواه هستم. پاینده ایران جاوید شاه. علی هستم از پاکدشت. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی و آفرین به بچه های میهن پرست، کارتون عالیه. در ضمن میخوام بگم بچه ها کافیه دستتون درد نکنه، بقیهش هم پخش خواهم کرد، تا الان هرچی فرستادی پخش خواهم کرد. کارتون بسیار عالی بود و دست مریضا دستتون درد نکنه، تا برنامه بعدی با هم برنامه بعدی رو بچینیم. عالی بود کارتون، ممنونم. یه نگاهی بندازیم ببینیم بچه های میهن پرست رو تو محبت کردن. آپتین خورشید پهلوی $50، سپاس از شما آپتین عزیز، هم رزم ما خیلی ازت ممنونیم. ایران بانو هم لطف محبت کرد $50، سپاس از ایران بانوی عزیز، خیلی ازتون ممنونم. آندره از آلمان، بچه محل ما هم $35، دست درد نکنه آندره جان، خیلی ازت سپاسگزارم. آقای شاهین هم از لس آنجلس $50، دست درد نکنه آقای شاهین گل از لس آنجلس، هم رزم ما. و بانو گیتی هم از لس آنجلس، ایشون هم لطف محبت کردم $20، از هر دو شما عزیزان سپاسگزارم، آقا شاهین و بانو گیتی.
عرض کنم اسد هم از آلمان همرزم ما و چه محل ما هم 25 دلار دست درد نکنه اسد جان، و آقای فرشاد عزیز و خانواده محترمشون هم از اورنج کانتی لطف و محبت کردن 350 دلار با سپاس از جناب فرشاد عزیز و خانواده محترم. خیلی خیلی از همتون ممنونم بچه ها، وقت داریم و زنگ بزنید این جمعه است و لطف و محبت بفرم. تو فرقه تبهکاران اتاق فکر داره. از موقعی که اینترنت درست شد و من حالا میخوام براتون بگم، داشته ها همیشه من راجع به اینترنت میخوام براتون، ارتش سایبری داره، همین چیزی که همه خودتون میگین ارتش سایبری، ارتش سایبری. خب پس بدونید موضوع ارتش سایبری چی. ارتش سایبری جمهوری اشغالگر اسلامی به این شکل، اینا رو من رو معده بهتون نمیگم، ما چیزی رو ندونم نمیام بهتون بگم، مطمئنم که دارم اینا رو واسه شما عزیزان باز میکنم. مملکتی که میخوای بهش سوار بشی، به ملتی که میخوای سوار بشی، فقیرشون کن. کشوری که فقیر باشه ملتش دنبال خوندن نمیره، مردمی که نخونن، حتی روزنامه معمولی، روزنامه با پول بده دیگه، ماچ که نباید بده دیگه. وقتی که نمیخونید، وقتی که اینقدر فقر زیاده که حتی حوصله گوش کردن اخبارم ندارید، یعنی از دنیا بیخبره، یه چیزایی هم تری میخوره تو گوشتون، افغانستان، طالبان، داعش، این اومد، اون اومد، آمریکا اومد تو منطقه رفت، اونم کسایی که حالا یه ذره همچین هنوز بلد میتونی یه چیزایی بخوره، فعلا یه چیزی هنوز تو یخچالش مونده که بخوره. خب ملت وقتی فقیر باشه، فقر فقط فساد اخلاقی نمیاره، فقر بدبختی فرهنگی هم میاره. فقر فقط این نیست که انسان به اعتیاد و به بزهکاری و به تنفروشی بیفته، نه، فقر فرهنگی هم هست. فقر فرهنگی که عامل اصلی تمام این بدبختی هست. انگلیس ها رو نگاه کنید، آلمانی ها نگاه کنید، هر روز یه روزنامه تو دستشونه، هر روز دارن میخونن، شکمش سیره. همطور که ما تو زمان شاه موتوری میومد تو خیابون، کیهان، اطلاعات در هر خونه ای از سر محل ما تا ته محل ما که میرفت، این مثلا 3 ساعت تو محل ما بود، اصلا تو اون 3 ساعت خورجینش خالی میشد، 2 مرتبه میرفت پر میکرد واسه محل بعد. یکی منجله جوانان میخوند، یکی زن روز میخوند، یکی اطلاعات هفتگی، اطلاعات بانوان، کیهان، کیهان ورزشی، دنیا ورزش، اطلاعات کیهان بچه ها، هر کی یه چیزی میخوند به سلیقه خودش. خب وقتی که جامعه به این مرحله که الان ما هستیم میرسه، جوون بیکار میفته تو خیابون، وزارت اطلاعات شکارش میکنه، به هر بهانه میچپونتش تو زندان، به بعضی هاشون خیلی تجاوزا میشه و خیلی بلاها سرشون میاد، اینا میشن مأمورین حرفه‌ایشون. البته دوره براشون میذارن، دوره براشون میذارن، زبان یاد میگیرن، و یکیشون رو به اسم خبرنگار میفرستن میاد بلژیک، بعد میگه من با زنم رفتم، زنم رو از ترکیه آوردم، همه اینا رو گذاشتم تو کانال، من نمیخوام اسم کسی میشه بیارم گاو میشه. یکیشون میشه اون یارو پسر نادان تو سوئد، یکیشون میشه یارو تنلش قاطره که این بیشور بیسواد نفهم اطلاعاتی تو ترکیه، یکیشون میشه امیرعباس شرم‌آور، یکی میشه معصوم قومی، بستگی داره تو وزن چی باشه. اونا حرفه‌ای هم میدونن از چی باید بسازن، خبرنگار بسازن، مبارز بسازن، فعال بسازن، وراج بسازن، خواننده بسازن که بیاد بگه که من برای مهم نیست وسط پرچم چی باشه. اما یارو ناامیده، امیدی چون یارو بیسواده، بچه بسیجیه. بعد بعضی هاشون رو مثلا ازش چیز درست میکنن، محسن یادگارا درست میکنن، اون روش خیلی دیگه کار میشه، اون دیگه خودش اصلا اهل کار، اهل بخیه است. و انواع و اقسام جانور، بعضیشون به حالت دلغک میان خارج از کشور، جفتک میندازن روی میشینن روی یارو میزه، کلمه لاغ میزنن، میگن ما میگم استار داریم، مثال داریم، میگم چی داریم اینا. این مش دلغکی مش آدم روانی، بیمار روانی. بعد خارج از کشورم تلویزیون دارن، تلویزیون ها رو اینا رو جذب میکنن، میگن نگم فروش باید با این گفته بکنی، فلونی تو باید با این گفته بکنی، فلونی تو باید با این گفته بکنی، اینا رو جذب میکنن، اینا تو جامعه مطرح میشن. وقتی که مطرح بشن، همشون هم با
چون نقطه ضعف الان چیه؟ الان مبارزه ما با جمهوری اشغالگر اسلامی سر چیه؟ دعوا سر چیه؟ دعوا سر ملیت و اسلامه. اسلام اومده به ناسیونالیست تجاوز کرده، نه این 42 سال. این 42 سال دیگه رسما دارن تجاوز میکنن. 1400 سال به نام خدا و رسول خدا گفتن نصر من الله و فتح قریب اومدن، و اتفاقا در 17 شهریور این اولین شعاری بود که داده شد، الله اکبر نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر این سلطنت پرفریب. ببین قشنگ دارم با سند بهتون میگم، این نصر من الله و فتح قریب این آغاز تجاوز بود 1400 اندی سال پیش، که حالا به صورت علنی دیگه کشور اشغال کرده. یعنی باز باید منتظر باشه مثلا یه مغول دیگه بیاد ما نجات بده. این ایرونی هم عادت کردن که این دفعه دیگه ممر لولو بر، خبری از چنگیز خان دیگه نیست. اگه نشستید این دفعه چنگیز خان از واشنگتن براتون بیاد، نه خیلی، ممر لولو بر خودتون به خودتون نجات بدید. در حال جنگ بر سر ناسیونالیسم و اسلام بدون تعارف، جنگی که رضا شاه بزرگ بنیادشو گذاشت، منتها اعلیحضرت رضا شاه بزرگ یه دفعه نمیتونست بیاد بزنه بساط این دین رو از بین ببره، به زن آزادی داد، زن رو آورد تو اجتماع، به مرد ایرانی گفت کلاه پهلوی بذارید رو سرتون، لباس متحدالشکل بپوشید، ارتش برامون آورد، تو ارتش افسر کرد داشتیم، درجه دار خراسانی داشتیم، سرباز تبریزی داشتیم، مثلا گروبان شیرازی داشتیم، همه با هم توی پادگان بودن برای حفظ حراست ایران. خب و به اون شکل در برابر اسلام ایستاد، با شعار سازندگی ایران، خدایگان با شعار پیش به سوی دروازه تمدن اومد. تمدن که اسمش میاد یعنی ضد ارتجاع. ارتجاع یعنی چی؟ یعنی اسلام. ارتجاع یعنی چی؟ یعنی قوم قریش. ارتجاع یعنی چی؟ یعنی میاد میشینه بالا منبر میگه دیشب با آقا امام زمان آبگوش خوردم. میدونی چرا؟ گفت تو به امام خامنه ای فشار میاری، چه فشار میاری؟ حمایت نه، یه کاری باش میکنی. برها اوکی؟ بنابراین این نبرد آغاز شده. فرقه تبهکاران وزارت اطلاعات اینو میدونه، اینا رو به اسم ناسیونالیسم میفرسه خارج از کشور، یه ادم تو داخل کشور مثل حشمت الله تریاک زدی، یه تریاکی بی سواد نفهمه، معاون یه چوپونی بوده در فلان روستا که دیدید دیگه، براتون هم پخش کردم، دروغ هم که نمیگم، میاد بعد بهش گفتن الان باید کراوات بزنی، الان کراوات موده، که آقای قاطبه وقتی داشت قابلمه رو تبلیغ میکرد، بعد یارو بهش گفت ارو کاغذ بخون، بعد گفت شهروندان، گفت شهروندان جدید، گاره لغت جدید شیک، نه گفت شهروندان بیاین پتوشویی پیف چیز بخرید که برنده ازاد قابلمه بشید. اینا هم مزنه بازار دستشونه، میدونن باید چجوری بیان جلو، واردن، کارشون اینه. خب یه سری از این آشغالایی که اون ته میمونه که دیگه میبینن از اینا هیچی در نمیاد، از این هیچی نمیتونی تو از این درب داغون بسازی، نمیتونی اینو بفرسی ترکیه، نه بفرسی سوئد، نه بفرسی بلژیک، نه بفرسی اتریش، نه بفرسی انگلیس، نه بفرسی این ور که بعد بیان بگن که نه جاوید شاه نباید بگیم، عکس شاهزاده خودشون فرمودن جایی نبری، من خیلی تظاهرات قهرمانی را میندازم تو جهان ولی بدون عکس، همشون هم در لباس مشروطه خواه، 10 سال هم از خودشون اینطوری، 20 سال هم از خودشون اینطوری تابلو کرده، یه مولا درزش نمیده. اوکی منتها به قول زندگی مانوک خدابخشیان که من بارها بهتون گفتم با دقت به مسائل نگاه کنید، مانوک میگفتش که روان شاد میگفتش که لابلای خطوط رو نگاه کنید، من لابلای خطوط رو میبینم. خب این منم منم نیست، این به خاطر کشیده هایی که خوردم، نه به خاطر دیگه سواد دارم، این فقط بر اساس تجربه است. خب و خیلی از روز اول میگفتن استاد تقی‌زاده، من از روز اول چی به ایناها گفتم؟ از روز اول چه من از روز اول به اون رامین پرگار چی گفتم؟ پرگار پرهام چی اون؟ من چی گفتم؟ از روز اول چی گفتم؟ یکی از کسانی که 10 تا عکس حداقل با علازت از خودش پخش کرد تو فیسبوک. من راجع به شهریار آهی تا امروز چی به شما گفتم؟ و خیلی های دیگه شون. تازه اینا به اسم مشاور. یادتون میاد راجع به اون نازیلا دزده تو فرانسه بهتون چیا میگفتن؟ تو شورای ملی بود با اون پسر که شاگرد پادوش رضا دلال.
دیدی علکی نبودم. یادتون میاد راجب اون یکی تنه لشه که تو اندیشه بود حالا رفته تو نیویورک میگه من میخوام ژورنالیست بشم چی گفتم؟ یادتون میاد راجب صدای آمریکا بهتون چی گفتم؟ اینکه یارو هست میگه خط اول صفحه آخر صفحه شیشو یک بی پدر و مادر توده ای این. یکی دیگه شون هست الان میاد تو این در اونور یه تلویزیون کوچولویی هم میذاره جلو خودش و اینا کوروش اهل عرفان چیه موهای سفیدی داره یک بی پدر و مادریه که دومی نداره همین رو با مدرک باشون بکنه. خب الان یکی دیگه شون هستش که تو جمهوری اسلامی میام اونم براتون الان نشون میدم که این تنلش آشغال میگن اخراجش کردن از صدا و سیما اینا یک بی پدر و مادر ماریه که دومی از اون اطلاعاتیای سرتی. خب روح الله زم یادم افتاد روح الله زم از روز اول یادتون میاد من راجبون بهتون چی گفتم؟ هر کسی از راه رسید کلشتن جوان بود تنها کسی که با قدرت و اصلاح بودن به جهنم که مرده هنوزم میگم یادتون میاد چه فوشایی به من دادی سر جریان شجریان؟ همین ها ضبط شده مونده اقلا بالای 20-30 تا آیدی فقط رسیدین توی اومدین تو کسایی که تا دیروز من گفتین درود به شرفه تو همین کانال تلگرام چقدر من فوش خارمادر دادین همه رو گذاشتم تو کانال همه دیدم میدونم من روز اول میدونستم اسفندیار منفجرزاده کیه من روز اول اینا رو میشناختم هیچ وقت من با امثال اسماعیل خویی کنار نیومدم عذرخواهی کرد ولی من کنار نمیام باشون نه اینکه بگم هر چه اگه عذرخواهی هم بکنیم باید بزنیمتشون نه من باورم نمیشه چرا من میگم این حقیقته خوب گوش کنید این حقیقته اتاق فکر یادتون نره یکی رفت پیش ناصرالدین ناصرالدین درسته رفت پیش ناصرالدین افتاد رو دست و پاش گریه و زاله و فلان عمون بدید میخوام یه چیزی بگم گفت بلند شو بگو از این فراش باشی ها گفت دیشب در جمعی نشسته بودیم یکی بر علیه سیبیل مبارک مثلا یه زری زد گفت چی گفت فلانی گفت برو پشت پرده قایم شد به اون یکی گفت برو یارو رو صدا کن یارو رو صدا اینا داستان نیست واقعیت ثبت تاریخ داستان نیست من آخوند نیستم ازتون روزه بخونم یارو رو برداشتن آوردن گفت پدر سوخته تو دیشب شنیدم اینو گفتی افتاد رو دست ناصرالدین و التماس و منو ببخش و ای خدا ای پیغمبر ای اقدس نمیدونم فلان نا اولش که منکر شو گفت نه من چه حرفی نزدم گفت با اون یارو گفت پشت پرده بیا اومد گفتیم گفتیم الان گفت بله قربان خودش گفت گفت خیلی خوب سر به داغ برداریم بیاریم تو دوران قجر قهوه قجر رو میدادم به کسایی که بر علیه قجر ها خیانت میکردن بعد قهوه رو میدادشن جلوش میدونست این قهوه توش زهره جمهوری اسلامی با تریاک میکشه که این یارو پسر خمینی رو احمد گریان رو با تریاک کشتن اکبر دزده براش بود تو قم بعد گفتش که سرب داغ بیاریم سرب داغ آوردن گفت بریزین تو دهان اینی که این حرف رو زده نصفش هم بریزین تو گوش اون یکی زد زیر گریه قربان من که اومدم لو دادم گفت آن دهانی که این حرف رو زده و آن گوشی که این مزخرفات رو شنیده باید سرب داغ ریخوش این مثال رو که من دارم بهتون میزنم این واقعیت تاریخی رو حالا من میام برش میگردونم برای خودم آدم از تاریخ باید درس بگیره درس نگرفتیم که 57 اومد یه ملت بیشعوری تو خیابون گفت اون آدمی که تمدن بزرگ بر ما آورده دیو باید بره کفن بشه تا وطن بشه که این فرشته بیاد که فوته اینا با دست خودمون فرشته رو تو غربت خاک کردیم دیو تو مملکت خودمون به خاک سپرد برای فرشته ای که مرد خندیدیم شیرینی پخش کردیم تو خیابونا من دروغ نمیگم من دیدم برای اون بیناموس 1,000,000 جمعیت تو تهران اومد تو خیابون آقا رفتن کفنش آتیش بزنن اینا رو واسه خاله خانباجیاتون میگیم من وارد این بازی ها نمیشم زو من میگم هر کسی که اشتباه کرده میاد عذرخواهی میکنه دلیلی نیست من با تو رفیق بشم من با اسماعیل خویی دلیلی نداره رفاقتی کنم اون موقعی که باید خریت نمی کردی زندگی منو نابود نمی کردی کردی خانم آقایون من 15 سالم بوده تو پای 16 سالگی بودم من اگر خریت کردم من نه سیاسی بودم نه دانشجو من بچه بودم اگر کردم که به روح مادر بدارم ازم جرأت نمی کردم از ترس بدارم سردم می کردم آتیشم می زد اگر بچه محصل اومده تو خیابون اگه دانشجو اومده تو خیابون جوون بوده نفهمیده اونو میشه بخشی که خیلی هاشون اینجا میان میگن آقا ما
به خاطر اشتباهی کردیم آقا، مثلا این صد مال، این صد فلان، یه جوری میخواد. جوان بوده، مهدی بازرگان غیر قابل بخششه، اسماعیل خویی غیر قابل بخششه، یاور همیشه معتاد غیر قابل بخششه، اونی که میگه جمعه ها خونجای بارون میچکه غیر قابل بخششه، اونی که میره خداحافظ رفیق و بازی میکنه غیر قابل بخششه، اونی که در 1350 نیستیم. ما ملت اهل مهریم، ما اهل عشقیم، اما اهل عشق بودن، اهل مهر بودن، انسان خوب بودن دلیل بر این نیست که احمق و خر و بیشعوریم. ای بابا، من بیسوادم، بیشعور که نیستم، کور که نیستم، کر که نیستم، هم دیدم هم شنیدم که چه بلایی به سرم آوردی. اشتباه کردید کردید، دمپر من نیاد، من با تو نمیشینم، من با تو آشتی نمی کنم. اشتباه کردی، زنبیل تو بردار برو تای صف. جلوی صف میهن پرستانن، جلوی این صف مبارزه فقط بچه های میهن پرستن، فقط عاشقان پهلوی هن، فقط شاه دوستان. آقا بشینیم تنها راهش اینه که یه سری بشینیم دور هم گروه درست کنیم، ممد و لولو برد، اینا واسه فاتح خانوم تومون نمیشه. دنبال این حلبی سازی ها نیاد. من اینجا نشستم لوتون میدم، پا همه چیشم وایستادم، دیدید که تمام رادیو تلویزیون ها رو کردم دشمن خودم، تا توی خونه مشروط خواهای قلابی هم رفتم، من از جونم گذاشتم، من زدم به سیم آخر، بفهمید اینو. برای من امشب آخرین روز زندگیم باشه مهم نیست، چون من با اون مرد، اون خدایی که اون بالاتون عکس، من با اون مرد مدیونم، من میفهمم دارم چی میگم. من به شاهنشاه آریامهر مدیونم، شاهنشاه به من درس دادن، به من گفت بخون بنویس، او بود که دستم دست مرا گرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت، او بود که به من یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نشاند و گفتن آموخت، او مادر من بود، او پدر من بود در اصل، اگه او نبود من پدر و مادر نداشتم. الان پاره و پا برهنه تو کوچه و خیابونا و تو بیابونا بودم، الان بچه غلام بودم، الان اسمم غلام بود، پدری در کار نبود، یه پدر بود 400 تا ننه بود، 8000 تا خواهر برادر بودیم، تو یه طویله‌ای داشتیم میچرخیدیم. اون برای من تمدن آورد، اون به من یاد داد من با یه زن باید چطوری صحبت کنم، اون به من یاد داد من چطوری باید برم بشینم رستوران یه پرس خوراک بذارم جلوم بخورم، اون به من گفت اگه مشروب مینوشی مثل آدم بنوش، نه مثل تن لش. اون به من گفت که به جای قمه و چاقو خودکار باید بذاری تو جیبت، خودنویس بذاری تو جیبت. اون به من یاد داد من چطوری حرف بزنم، اون به من یاد داد من چطوری لباس بپوشم، اون به من یاد داد که من چطوری باید در برابر بزرگترم بیستم، چجوری در برابر بزرگترم گفتگو کنم. او برای من استودیوم آریا مهر آورد، او برای من همه چی آورد، من چطوری میتونم مدیون اون مرد نباشم؟ اون به دست من موضوع شیر و کیک داد، اون کتاب آورد گذاشت جلو نوشت چرا ایران رو باید دوست داشته باشیم، اون به من گفت سعدی و حافظ و فردوسی کیه، اون مرد به من تاریخ منو نشون داد، او به راستی رسول رستاخیز بود، خوندید ولی نامردی خوندید. او واقعا در دوران جنگ سرد خدای بیبدیل جهان بود، اون فراستی ابر مرد تاریخ بود. من چطوری میتونم به اون مرد خیانت بکنم؟ چطوری میتونم بگم دره ببند سوز بیاد ننه جون من سر پیازم تای پیازم، من سر پیاز تای پیاز وسط پیاز آب پیاز پوست من همه چی پیازم. این کمال نامردیه، این دور از شرافت و اخلاق ما خودمون رو کنار بکشیم. هر کسی سهم خودش رو توی این مبارزه به هر دلیلی و به هر بهانه‌ای بخواد کنار بکشه، در فردای ایران باید جوابگو باشه. وقتی میکروفون میگیری دستت میری تو دبی باید خلیج فارس رو بخونی، وقتی میکروفون میگیری تو دستت میری اون بالا باید بره ملتت بخونی، نباید بگی لشکر پیاده تاج از سرش برداشت، نباید از ایران بیای دستت بذاری رو سینت و بری نوکر اکبر گنجی بشی بری توی چادر سبز و هنوز توقع داشته باشید که پس از این همه سال وقت یه روزی وارد ایران بشین فرش قرمز زیر پاتون بندازن و هنوز بهتون بگن شاه ماهی و سلطان قلب ها و نمیدونم
آوای موسیقی و بزرگ و خدا و پیغمبر. نه، من رو لولو برد. اون ملت در فقر و فلاکته. فقر باعث شد که اون ملت به هوشیاری برسه. اگر تمام این بدبختی که به سر اون اومد، یه چیز خوبی برای ایرانیا داشت. ایرانیا بیدار شدن، ایرانیا با شعور شدن. ما ملت بی شعوری بودیم، به جهنم که به هر کی برمیخوره. ما اگر شعور داشتیم سال 57 بنزین نمیریختیم خونه خودمون رو آتیش بزنیم، کبریت بنزین بعد وایسیم جشن بگیریم دست بزنیم. کدوم دیوانه ای، کدوم روانی است تو تیمارستان میاد خونه خودش آتیش میزنه بعد ما میسه بشکن میزنه؟ یک دیوونه هم این کارو نمیکنه، یه دیوونه زنجیری. ما خونه خودمون آتیش زدیم، بنزین ریختیم خونه خودمون آتیش زدیم، کبریت هم انداختیم، زن و بچه خودمون رو سوزوندیم، عزیز خودمون رو سوزوندیم، بعد وایسیم تو خیابون بشکن میزنیم، میگیم این ور دلم اوفه اینا، اون ور دلم شوته اینا. ما ملت بی شعوری بودیم. ولی امروز این ملت شعور داره. فقر باعث شده که این ملت با شعور بشه، با فرهنگ بشه. این ملت امروز رفته از زیر دل خاک کشیده بیرون که خشایارشا کی بوده، آرتمیس کی بوده، فردوسی بزرگ چه خدمت بزرگی بود به اون مملکت کرده که هیچ کس نکرد به مانند فردوسی. یعقوب لیث کی بوده، بابک خرمدین کی بوده، آریوبرزن کی بوده، یوتاب کی بوده، این بزرگان، این زنان بزرگ تاریخ ایران کی بودن؟ اینو ملت الان رفته از زیر خاک کشیده بیرون. و وزارت اطلاعات اینو میدونه. چه کار میکنه؟ اتاق فکر درست میکنه. اتاق فکر درست میکنه؟ اون آشغالاش که میمونن دیگه نمیتونه ازش امید نادان و این تن لشاب و قاطر و یابوب و یابو علفی و این ارازل و اوباشو درست بکنه بفرسه این ور اون ور به عنوان مبارز و چه در قیافه زن چه در قیافه مرد فرقی نمیکنه. قیافه دخترهای معصوم مثلا یارو معصوم قمی، خب آشغالاشو میذاره توی ایران میمونه. کجا؟ تو اصفهان، شیراز، تبریز، رضایه، تهران، مشهد، کرمانشاه، خرم‌آباد، تو شهرهای مختلف خونه دارن، خونه های تیمی. به پسره میگه که بیا، به دخترم میگه بیا اینجا، این لپتاپ 20 تا 30 تا کامپیوتر گذاشته براش، 600 نوبت تو، 600 نوبت تو، هر خونه هم 6 تا 7 تا نشستن، هر کی 20 تا کامپیوتر داره. دیدید که مال سازمان تروریستی مجاهدین رو بهتون نشون دادم، خود پسره اومد دو داد مال مجاهده، خب به ما میگفتن که برید چت بکنید و اینطوری بگیم فلان. کاغذ میذارن جلوشون میگه حسن تو با آیدی مثلا خشایار میشی سلطنت طلب با این کامپیوتر، با اون کامپیوتر اسم تو مثلا میذاری مثلا چه بدم خسرو میشی مثلا توده ای، اسم تو اینجا مثلا میذاری محمد، اینجا مثلا میشی مصدقی، اسم تو میذاری مثلا فلان، اینجا میشی کمونیست. بعد اینا بی سوادن، بی شعورن دیگه، سرگروه دارن. گیر که بکنیم دیگه چیکار کنم، این داره همچین چتی میکنه، همچین چیزی می‌نویسه، میاد میگه اینطوری جوابشو بده، وایس بزنید اینطوری بکنید. با عکس شاهنشاه به اسم سلطنت طلب میان، با عکس مصدق به اسم مصدقی میان، با عکس مریم لچک به اسم مجاهدین میان، با عکس اون پخشن تو دنیاهای مجازی. کجا؟ تو این اینستاگرام، تو تلگرام، تو فیسبوک، تو کلاب هاوس، همه هر جا که شما هستید اونا هم صد برابر شما هستن. دعوا بینتون را میندازن، شعارهای الکی میدن، یکی میاد میشه طرفدار، یه روز طرفدار جمهوری اسلامی میشه، یه روز طرفدار شاهزاده رضا پهلوی میشه، یه روز طرفدار این میشه، یه روز میگه شاهزاده اینطوری گفتن ما نباید اونطوری بگیم، بعد یه روز میاد میگه نه ما اصلا با شاهزاده کاری نداری، ایشون نمیخواد کاری بکنه، بزنید بکشی آتش بزنی. و 40 20 تا 20 سال اینطوری سر کارمون گذاشتن، اینطوری سر کارمون گذاشتن. یه عده‌ای مثل من بدبخت که این موضوع رو میدونیم، داریم زجر میکشیم و قصه میخوریم و فشار عصبی رومون میاد و کلمون رو به در دیوار میکنیم و دیگه نمیدونیم به چه زبانی باید به شماها بگیم، یه عده‌ام که میدونن میگن دیگه چقدر بگیم، کشیدن کنار. یه عده‌ام که اصلا شوتن، ولی من شوتو خواهم. چرا شوتن؟ به دلیل اینکه ما اون خونه ها رو نداریم، به دلیل اینکه ما افتادیم به جون همدیگه، داریم خودمونو با قمه میزنیم. تعارفا رو کنار بگذاریم، توده‌ای های همیشه خائن برای خودشون برنامه دارن، حزب دارن، گروه دارن، برنامه دارن. همین الان، همین الان ایرانو بدی به دست توده، یا توده یا همه سازمان‌ها رو میگیره. وزیر امور خارجه دارن، وزیر کشور دارن، وزیر راه و ترابری دارن، رادیو تلویزیون رو کنترل میکنن، مطبوعات رو کنترل میکنن، پلیس مخفی دارن، آژان دارن، ارتش رو کنترل میکنن، سفیر دارن، همه چی دارن. همین توده ای ها در داخل و خارج آدم دارن، برنامه دارن. سازمان تروریستی مجاهدین رو همین الان بردار ببر بزن تو ایران. سازمان تروریستی مجاهدین قشنگ در عرض چند روز
خوب گوش کنید ها. آقا ما اینا رو قبول نه، اصلا من صحبتم شما ملت نیستید ها، حرفمو قشنگ گوش کنید اول. اینا برن تو ایران، همین الان اونجا برنامه دارن، با رفیق دارن تو عربستان، رفیق دارن تو آمریکا، رفیق دارن تو فرانسه، نوکرن توده یا نوکرن مجاهدین، نوکرن سازمان تروریستی مجاهدین عامل جمهوری اسلامی در خارج از کشوره. این کل کلامو بهتون بگم. چرا؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی احتیاج به اینا داره، با اینا زد و بند کرده، تو خارج از کشوره این نقشو بازی کن، مملکت اینا بگیرن دستشون، چون با اونا دستشون توی کاسه است، بلافاصله با همین چی میتونن استوار بشن و قشنگ مملکت رو کنترل کنن. نگفتم کمونیستا، نگفتم چپیا، گفتم توده‌های همیشه خائن و سازمان تروریستی مجاهدین، نگفتم مصدقیا. مملکت الان بدید دست مصدقیا، اولین کاری که بکنن تریاک تو ایران آزاد، همه پای منقل. در عرض 48 ساعت ایران تیکه و پاره میشه، یک مشتنلش بی سوادی که همش بدتر از سلطنت طلبای اینا، همشون میخوان بشن مصدق، همشون هم میخوان قیافه مصدق به خودشون بگیرن، اول تاج گل ببرن بذارن سر قبر اون گور به گور شده کثیف نوکر انگلیس، اون مردی که کودتاچی خبیث خائن زیر شلواری پوش قشی بیشعور نفهمی که خربوزه رو داشت با دوغ کوف میکرد با تدیج، بعد گل ببرن بذارن سر قبر اون یکی داروش چماخکش تریاکی اون زن بیشعورش و سایر اراذل اوباش. اینا هم هیچ پخی نیستن، اما این دوتا خطرن. توده‌ای ها همیشه خواهیم و سازمان تروریستی مجاهدین. چرا؟ چون هر دوشون وابسته به جمهوری اسلامی هم، هر دوشون با جمهوری اسلامی کار میکنن. اون یکی داره از MI6 پول میگیره، توده‌ای هم داره از کاگب پول میگیره. حالا بیم سر ما مشروط خواه ها. خدا وکیلی وجدانن شرافتمندانه تعارفا رو کنار بذاریم، بس دیگه اینقدر احساسی حرف زدن. جاوید شو منطقی باید حرف بزنیم. سال 2022 زمان تیغلی آقا نیست. رضا شاه بزرگ با 50 نفر کشور گرفت، الان با 5000 نفر هم نمیتونیم مملکت رو بگیریم. رضا شاه بزرگ زمانی که ایران گرفت ما دو تا شهر هم نداشتیم، الان 10 تا شهر داریم بالای میلیون، 80 خورده جمعیت داریم. از این 80 میلیون 40 میلیونش عصبی و موجی هم. مرد میخوام کسی ایران الان کنترل کنه، مرد میخوام الان کسی بره تو ایران بگه الکل آزاده، مشروب آزاده. میدونی چه خبر میشه؟ بنابراین ما خونه خانه فکر نداریم. همین الان کشور به هم بریزه، ما مشروط خواه ها چطوری ایران رو نگه داریم؟ با چی؟ آقا نیروهای مردمی، نیروهای مردمی همون شو. سفارت خونه که تو خارج از کشورن چی میشه جریان میشه؟ میدونی چه خبر میشه تو خارج از کشور تو سفارت خونه ها؟ کمونیست از میاد توش، مجاهد میاد توش، مصدقی میاد. میدونی تو این سفارت خونه ها چقدر سند و مدرک خوابیده، چقدر پول خوابیده؟ اینا چی میشه؟ ما چه برنامه‌ای داریم؟ ما مشروط خواه دو زب در دو چهار. من دارم سوال مطرح میکنم، بلد نیستم. کسی بلد؟ اساتید محترم جوابی دارید لطف کنید بیه به من جواب بدید، در گوشم بیه، پرت و پلام نگید، من آدم نیستم پرت و پلام گوش کنم. ما فقط نشستیم داریم آگاهی میدیم، داریم یاد گذشته میکنیم، داریم مبارزه با جمهوری اسلامی میکنیم، داریم افشاگری میکنیم. چرا؟ چون دوروبرمون رو همینطوری مینگذاری کردن و آتیش هم دورمون رو گرفته. باید بگیم این خائنه، اون خائنه، اینه به پایین، اونو به پایین، این رفت، این اومد. حواست به این باشه، حواست باشه. شاهنشاه اینطوری فرمودن، رضا شاه راهن آورد، شاهنشاه هواپیما آورد، رضا شاه حموم آورد، شاهنشاه رادیو آورد. همش بابا داریم از خودمون دفاع میکنیم، ما فقط نشستیم داریم از خودمون دفاع میکنیم. یه تیم وایساده جلو ما با تمام فوتبالیستای زبده دنیا رو جمع کردن ریختن رو ما، چپ و راست دارن دروازه ما حمله میکنن، ما فقط داریم دفاع میکنیم. بعد تازه داورم با اونا، داورم میگه فقط توپو بزن یا یه پاس بخوره به اون اخراجت میکنم، کارت زردم بهت نمیدم، بلافاصله قرمز بهت میدم. هیچ بازیکنی هم رو نیمکت نداریم، یه بازیکنم از دست بدیم باید 10 نفره جلو 11 تا قول وایسیم بازی کنیم. بابا دممون گرم تا حالا 0-0 نگرداشتیم بازی رو، خیلی دممون گرم. پاهامون هم زدن لد و بار کردن، جرأت هم نمیکنیم بریم بیرون، چون بریم بیرون یاری تو نیمکت نیست، مینیز پاره کردیم، ساق پا خورد شده، انگشتمون خورد شده، سرمون شکسته، همه بامپیچی وایسادیم جلو تیم، یه تیم 11 تا قوی، 11 تا هم نشونده رو نیمکت، جمعیت هم با ایناست، داور هم با ایناست، پلیس هم با ایناست.
توپم که میره بیرون توپ جمع کنه توپو به ما نمیده، خودمون باید بریم توپو برداریم بیاریم، ولی اونا توپشون میره بیرون 10 تا توپ واسهشون میندازن. ما تو یه همچین وضعی گیر افتادیم. تو جناب مهندس لطفاً موعد بفرمایید 2 3 4 5 این عکس‌ها رو لطفاً موعد بفرمایید. تا ادامه حالا چرا اینا رو گفتم؟ این عکس ها هم تو که جناب مهندس گذاشتن، من یه یادداشتی هم هست، اینم براتون اینجا باید بخونم. این که علاوه تو میبینید اولین ملاقاتش با یک رهبر شوروی استالین، این هم تو داشته باشین. جناب مهندس بعدی هم لطف موقع بفرمی شماره 3 رو تو من این متن بخونم. مومنت بعد علازت با خروشو دیدار دوم خدایگان در شوروی با اون مرده که نفهم روس الکلی میشور نفهم. جناب مهندس بعدی هم لطف موقع بفرمی 4 رو. حالا اینجا علازت ملاحظه بفرمایید آخرین سفرشون که تشریف بردن به شوروی با برژنف و بعد اون مقامات چیز دیگه مقامات شوروی، این نخست وزیرشون بود. حالا گوش کنید، همین تو چشتون عکس باشه و این متنی هم که براتون میخونم گوش کنید. 23 تیرماه 1335 روزنامه نیویورک تایمز درباره سفر و بیانات شاهنشاه ایران در مسکو نوشت که بیانات شاهنشاه نشان می‌دهد که کشورهای کوچک نیز مانند کشورهای بزرگ گرایش بدان دارند و می‌توانند دلیرانه در برابر کمونیست بین‌المللی جهانخوار ایستادگی کنند. اینو روزنامه نیویورک تایمز داره می‌نویسه. روزنامه تایمز لندن نیز نوشت تلاش کسانی که کوشش می‌کنند با تهدید همبستگی پدافند جهانی را از بین ببرند نقش براب شد و این بار این شاهنشاه ایران هستند که تلاش آنان را نقش براب ساختند. یعنی همشون ترسیده بودن از سفر شاه به شوروی، بعد اینا رو نوشتن تو روزنامه هاشون که علازد یعنی دست درد نکنه مثلا رفتی اونجا، ولی مثلا ننی با اونا رفیق بشین. خوب گوش کنید، قدرت شاه رو دارم براتون میخونم. اینا رو من نمیگم، با سند روزنامه های انگلیسی و امریکایی. 27 تیر 1335 روزنامه کریستین ساینس مانیتر چاپ آمریکا درباره دستاوردهای سفر شاهنشاه به شوروی نوشت اگر آمریکایی‌ها و ملت‌های دیگر جهان آزاد می‌پندارند که رئیس کشوری که زمانی در برابر خطر قرار گرفته اگر به مسکو سفر کند آن کشور جزء بلوک شوروی خواهد قرار خواهد گرفت، می‌توانند از سفر شاهنشاه ایران به مسکو درس نوینی بیاموزند، زیرا شاهنشاه ایران رد این پندار را اثبات کردند. روزنامه منچستر گاردین چاپ انگلستان نوشت که بهبود وضع اقتصادی ایران سبب شده است که صادرات و واردات ایران بسیار افزایش یابد، چنانچه تا 2 سال دیگر برای گسترش بندرهای مومن برای گسترش بندرهای خود تا 2 سال برای گسترش بندرهای ایران کاری انجام نشود صادرات و واردات ایران دچار دشواری خواهد شد، زیرا که بندر شاهپور و خرمشهر نخواهند توانست جوابگوی صادرات و واردات روزافزون ایران باشد. خوب گوش کنید. دوم مرداد 1335 روزنامه واشنگتن استار در نوشتاری درباره شخصیت جهانی شاهنشاه را ستود و نوشت در سفر 17 روزه شاهنشاه به اتحاد جماهیر شوروی معظم الله گفتگوهای بسیاری با سران شوروی کردند. در این گفتگوها شاهنشاه با آگاهی و خردمندانگی درباره مسائل های بین المللی سخن گفتند. هنگامی که مارشال بوریسلیوف صدر هیئت رئیسه اتحاد شوروی ابراز کرد که پیمان بغداد یک همبستگی تجاوزکارانه است که صلح جهانی را به خطر می‌اندازد و سیاست‌های استعماری در خاورمیانه را به دنبال خواهد کشید، شاهنشاه با آوایی بسیار برنده فرمودند، یعنی محکم مستحکم شاه ایران، شاهی که کشورش چند وقت پیش اشغال شده بود توسط همین اراذل اوباش، کشور ایران هرگز به یک بلوک متجاوز ضد شوروی نخواهد پیوست و عضویت ایران در پیمان بغداد نیز هرگز صلح جهانی را به خطر نمی‌اندازد و به هیچ وجه موجب ادامه سیاست‌های استعماری در خاورمیانه نخواهد شد. جناب مهندس عکس بعدی هم لطف کنید 5 رو. اینا رو حالا برای چی دارم میگم؟ اتاق فکر و فلان اینا گوش کنید، اینا الکی برات اینا رو نمیگم. خب
حالا اینجا رو نگاه کنید. مومنت. اینجا رو نگاه کن. سب کنیم من خودم بیادمش که بتونم بخونمش. زو. اونا رو گوش کردی؟ روزنامه هایی که علاوه تشریف برده بودن به چیز؟ به شوروی؟ آها. حالا اینجا رو گوش کنید. این کتاب یک صفحه از کتاب خاطرات وارژیس گاردستانه. یعنی 1300 و چند بود؟ 1334 بود که بهتون گفتم. مومنت دقیق بهتون میگم چرت و پرت نگین. 1335. خب حالا اومدیم 1357 نه بیشتر اومدیم مملکتمون به هم ریخته. حالا گوش کنید ببینید وارژیس گاردستان چی میگه. شاه داشته بهش علازت به وارژیس گاردستان داشته اینطوری به این ابله داشته میگفته علازت خدایگان میتوانیم سومین قدرت جهانی بشویم. ما میتوانیم بهترین هواپیماهای آمریکایی را بخریم که کیفیت خیلی بالاتری نسبت به هواپیماهای شوروی دارند. او یعنی شاهنشاه سپس انواع این هواپیماها را برای من یعنی وارژیس گاردستان برای من شماره میکند و ادامه میدهد برای نیروهای زمینی ما تانک و توپ و توپخانه و ادوات زرهی خود را از هر کجا که بهترین آنها را تولید میکنند خریداری خواهیم کرد. من یعنی شاهنشاه من حاضرم از شما این خریدها را بکنم یعنی شما فرانسویه و بالاخره ما باید برای صنایع خودمان پول داشته باشیم. شما از برنامه‌های ما اطلاع دارید. صنایع نفت که امر واضحی است ولی علاوه بر آن ما باید صنایع فلزی و تولید کود شیمیایی را توسعه بدهیم و همچنین صنایع اتمی که بعد از نفت انرژی مورد نیاز ما را تامین می‌کنه. حالا ژیسکاردستان ببینید چی میگه. من از این سخنان به خشم می‌آیم. و چرا؟ کوها و دشت‌های آفتاب خورده و خشک اطراف تهران و دکه‌های کوچکی که به کوچه‌های بدون پیاده‌رو باز می‌شود، انبوه جمعیت روستایی با لباس‌های رنگارنگ و دستارها و روپوش‌های راهرا و جوانانی که شلوار جین به پا کرده و وقت را به بتالت می‌گذرانند، در نظر خود مجسم می‌کنند. او یعنی شاهنشاه نسبت به بحران در کشور ما بی‌تفاوت است. و در رویاهای خود برای دست یافتن به یک قدرت نظامی و خیال باطل صنعتی کردن زورکی کشورش قوطه‌ور شده است. نگاه کنید مردی که داره چی می‌نویسه. من منفجر می‌شوم. می‌گویم یعنی گاردستان داره به شاه میگه. ولی اعلیحضرت شما دارید مقدمات یک انقلاب را فراهم می‌کنید. اکثریت مردم ایران هنوز در روستاها زندگی می‌کنند. خوب گوش کنید. شما نمی‌توانید جمعیت این کشور را در یک نسل از شرایط دهقانی به کارگر متخصص صنعتی تبدیل کنید و یا از نظامیان و افسران جزء خودتان یک ارتش پیچیده مدرن بسازید. این غیر ممکن است. شما برای این کار به زمان احتیاج دارید. حداقل 2 یا 3 نسل باید بگذرد تا این برنامه‌ها عملی شود. اگر شما بخواهید این حرکت را با شتاب انجام بدهید، موجب یک انقلاب را فراهم می‌کنید. اون پایین هم نوشته ژیسکاردستان را با قید احتیاط تلقی زیرا در آن تاریخ هیچ کس نمیتوانسته امکان وقوع انقلاب در این پیش بینی کنه. برخا اینا حالا به این مرکز چیز کردن نسبت دادن. سپاس از شما چرا مهندس سیاوش گرامی. حالا چرا اینا رو من برای شما گفتم؟ حالا چرا آوردم اینو وسط این معرکه برای شما پخش میکنم؟ خوب توجه بفرمایید. کدام سیاستمداری رو در دنیا سراغ داری که به رهبر یک کشوری بخواد درس سیاسی بده؟ شاه مملکت من اومده اونجا نشسته با تو داره گفتگو میکنه. به تو چه؟ اصلا به تو چه مربوطه شاه داره تو ایران چیکار میکنه؟ به تو چه مربوطه؟ اگر تو دوستی پس چرا تو گوادالوپ میری زیر آب شاه رو میزنی؟ چون تو داری دوستانه برخورد میکنی که علاوه بر این کاری که شما میکنید این احتمال یه انقلابو میده. پس تو دوست نبودی، تو دشمن بودی، تو عقده‌ای بودی. شما چشم آبیا حسود بودید، حسادت میکردید که شاه موفق شده بود یه کشور اشغال شده رو در شهریور 1320 تا سال 1350 یعنی 30 سال بعد برسونه به جایی که همه شما بیاید بشینید تو بر بیابون و به سخنرانی اون خدا گوش کنید. شما فقط حسود بودید. شما فهمیدید که شاه در عرض 30 سال که کشور اون 30 سال مهم ما اون 30 سال که پایه‌ها رو ریخته بود، یعنی ارتش نداشت، ثبات نداشت، پول نداشت، صنعت نفت نداشت، ایران انقلاب سفید نشده بود، از دلش مصدق لعنتی بیرون اومد، خمینی لعنتی بیرون اومد، طیب حاج رضایی بیرون اومد، غمکشی 15 خرداد بیرون اومد، جریان سیاه‌کل به وجود اومد، خواننده رو تحریک می‌کردید، شقایق اینجا من خیلی غریبم،
اون یکی میگفتی سناریو بنویس، قیصر چاقو بدین دستش، اون یکی سر اینه میگفتی تایی اون صدا میداد، پرویز قلیچخانی یه همایست میشد، احمد شاملو ها توش اومد بیرون، صمد بهرنگی رو میابردین بیرون، این دارم داشته باشی. بعد حالا من دارم سازندگی هم میکنم، جشن فرهنگ و هنر شیراز هم میذارم، بعد دارم به ملتم میگم چه تلخ است این قصه مردم فریب، دارم کشور میسازم. حالا تو حسابشو بکن، 1320 تا 1350 تو اون 30 سال بسیار خطرناک که هنوز شاه شاه نشده بود، هنوز جوان بود، حالا یه مرد با تجربه شده که تجربیاتشو میتونه 10 سال بده به بچه خودش، به ولیعهد خودش بتونه دیکته بکنه، بگه حالا اینطوری باید بری جلو، از پشت صحنه هنوز مشاوره به پسرش بده و همسرش ملکه‌ای شده که دنیا میشناسنش و یک مهره محکمی شده، یک مهره‌ای شده که در بین زنان جهان داره وزنه شده و خواهر خوده. تو حسابشو کن از 1350 تا 1380 یعنی 30 سال دیگه ایران به کجا میرسه. حالا دیدید چرا اتاق فکر براتون میزنن که یهو گله‌ای بریزن بیان بگن سازمان تروریستی مجاهدین اومدن هک کردن تلویزیونو وسط این دعوا، وسط این معرکه که جریان چین رو از یاد ببرن، که جاوید شاه رو تو ایران از بین ببرن، که شماها رو 24 ساعت اینطوری گیج و علاف بکنن و بعد پشت خط به تیم فوتبالشون دستور بدن امشب باید ببری، اگه لازم باشه بهتون میگیم ببازید باید ببازید، که کار بکشیم به اون جریان استرالیا و نمیدونم ملبورن، حماسه ملبورن، قزاول تیزفر با خداداد عزیزی، یه مش بچه اطلاعاتی. چطور در 1982 جام جهانی اسپانیا تیم ملی رو رفع سادن به اسپانیا؟ چطور 1986 تیم ملی رو رفع سادن مکزیک؟ چطور 1990 تیم ملی رو رفع سادن امریکا؟ چرا؟ چون هنوز بچه های زمان شاه داشتن بازی میکردن، بچه های خودشون رو آوردن تو به اصطلاح تیم ملی. بفهمید ملت مای گاد. جناب مهندس شماره 7 و شماره 6 رو لطفا موقت بفرمید. بس بابا دیگه مخمون پوکی. یک ساعت خورده‌ای دارم میگم که بکشین رامتون به اینجا. در سال 1348 شاه در سفری به انگلستان از شهر ساحلی و زیبای بورنموس دیدن میکنه و در حالی که با هیئت همراه در خیابانهای این شهر کوچیک عبور میکرد، چشمش به یک رستوران کوچیک و ساده در کنار ساحل میفته. شاه به داخل بار رفت و در آنجا یک نوشیدنی سفارش میده. بعد از نوشیدن مشروب انعام کلانی به صاحب بار میده، چرا که از دیدن پادشاه ایران در رستوران دورافتاده خودش بسیار متعجب و خوشحال شده بود. از اون زمان تا به حال که نیم قرن میگذره، صاحب بار نام رستوران رو پادشاه ایران گذاشته و هرگز این اسم رو تغییر نداده. به گفته صاحب رستوران، از زمانی که این مکان میزبان شاه ایران بوده اونجا رونق گرفته. حالا فرزندان صاحب بار با درآمدی که در این سالها به دست آوردن، ساختمان بار رو خریده و اون رو به یک هتل رستوران شیک تبدیل کردن که به هتل رستوران پادشاه پارس یا پادشاه ایران معروفه. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. همشهری امیرکبیر همرزم ما هم لطف آورد کرد 20 دلار دست درد نکنه همشهری امیرکبیر. ملاحظه فرمودید خانم آقایون چرا اینو براتون پخش کردم؟ این مرد میره فقط میشینه یه نوشیدنی میخوره، خیرش به همه رسید. رفت نشست تو یه رستوران، تو یه عرق فروشی خیلی معمولی، یه نوشیدنی فروشی خیلی معمولی، یه بار معمولی، یه نوشیدنی نوشید، نونشو هنوز صاحبش داره میخوره و چقدر انسانش شریفی، چقدر با شرفه به عکس انگلیسا که هنوز ورداشته اسم شاه رو گشته رو رستورانش. یه خارجی، یک شاه یه دقیقه رفته اونجا یه نوشیدنی، حالا ویسکی نوشیده، آب پرتقال نوشیده، دوقابلی نوشیده، یه رفته یه نوشیدنی نوشیده، 50 سال 60 سال پیش هنوز خیرشو یارو داره میبینه اسم شاه رو گذاشته. یارو تو ایران از تای صابون پسخونه اومد شد الاغ ماهی و سلطان قلب ها بود، چه و چه و به همه چی رسیدن، شدن قیصر، قیصر سینما شدن، جهان پهلوان شدن، نمیدونم چی چی شدن، چی چی بر علیهش فیلم بازی کردن، بر علیهش آواز خوندن، بر علیهش شعر گفتن، بر علیهش اعلامیه پخش کردن، شب شعر درست کردن. سرمو کجا بکوبم بابا؟ خائن دیگه به کی میگن؟ به چی میگن؟
مردی که یه هروینی نفهم تو فکر یک سقفم الهی تمام سقف عالم رو سر خودت و اسفندیار منفجرزاده و جد و آباد خراب بشه مردی که بعد هنوزم ولکن معامله نیستن، هنوزم که هنوزم اومدن میگن فلسفه فرهاد رو ادامه بدیم، مبادا جمعه هاش خاموش بشه، مبادا گنجشکه که عشی مشی خاموش بشه. آقا خائنیم، خائنیم. فرهاد مگه اهل کجا بوده؟ اهل مثلا اندونزی بوده؟ بو ایرانی بوده دیگه. بیژن جزنی کجا بوده؟ بچه جزن بوده، جزن یه دهات نزدیک کاشون. اهل بغداد که نبوده که. خائنیم، خائنیم، هنوزم داریم خیانت میکنیم. اکبر گنجی اهل کجا بوده؟ اهل کجا بوده؟ اهل مثلا مسکو بوده؟ خیانت، آنچه که پدر ملت ایران رو در آورد خیانت، خیانت. جلو دهنه میان پرستانم گرفتن، حرف نزن، تکون نخور، یواش عین شاهزاده صحبت کنیم. فلون فلون شده، من شاهزادم. اگه قرار باشه منم شاهزاده باشم، تو هم شاهزاده باشی، اونم شاهزاده باشه، خب ما 80 میلیون شاهزاده داریم دیگه، پس چه احتیاجی به پس چرا میگیم شاهنشاه آریامه؟ پس چرا میگیم شاهنشاه؟ خب همه ما هم شاهنشاهیم دیگه. خائنیم، خیانت کردیم. این مرد با شرف، با شخصیتی، خلبان هلیکوپتر، خلبان هواپیمای جنگی، خلبان هواپیمای معمولی، خلبان، نه مثل این حمال، حیف حمال، خلبان، دو زبان زنده دنیا رو مثل زبان مادری صحبت میکرد. یه مخ اقتصاد، مخ نظامی، یه مخ بود، یه انسان استثنایی بود، هوشیار بود، باهوش بود، میهن‌پرست بود، دلسوز بود، پدر مهربان بود. حالا هی تو خیابون خودمون پدر پسر بیامرز، خودمون پدر پسر بیامرز، عادتمون شده. تا موقعی که فریدون فرخزاد بود همجنس بازه، فریدون باید برقصه، چیزو بخون ای شرقی قرد، وقتی که مرد حالا هی دسته گل برده رو بزرگ قبلش اون رو من رفتم دیدم پر پر گل، به چه دردش میخوره؟ الان که زندم یه خسته نباشید بهم بگیم، وقتی من مردم منو بنزن تو توالت، بگیم هر آتیشم بزنی، هر کار دوسته با جنازه من بکن. الان که زندم به من بگو دمت گرم خسته نباشی که حال کنم، به جایی که خسته نباشید بهم بگم فوش خار و مادر، تهدید، تهمت، اتهام، چرت و پرت. چرا؟ من مال اموالتون رو خوردم، من بهتون توهین کردم، اومدم دارم دوزاریتون رو میندازم. ملت مرده پرست، ملت بی‌معرفت. خوب بگیم خوب، بده بگیم بعد. آقا جان چقدر بهم بشینیم ارث بخوریم؟ حقایق هم بیم بگیم، همش نمیشه مثل میخلی مثل مداد بیم بشینیم اینجا راجب غزنویان بگیم و راجب چرتعلی آقا بگیم و راجب نمیدونم چین بگیم و قرارداد این بگیم و قربون شما پاینده ایران فدافت شما داره تموم شد همینه نم ایلالی آشقی همینه نم واسه چی آگه و همین کار کردیم که امروز لندن براتون شبا سریال میذاره که سیبیل به سیبیل از ساعت 8 شب میرین میشینی سریال غلشگاه سریال میگوتون مملکت در به داغون کردن که از لندن براشون سریال بذارن. بعد وای بری بشینی سریال عثمانا رو نگاه بکنی که همش از اول تا آخر دروغ، از عثمانا لباسشون اینجوری نبوده، بابا بربر بودن. سلطان سلیم بری ببین چیکار کرده، ببین چه خونی ریخته. جناب مهندس شماره 8 و شماره 7 لطفا بعد بفرمایید. شار دیدی؟ امامتون هم نگاه کنید. اون دیو دیدید؟ آره. حالا فرشتتون هم نگاه کنید. نظام اسلامی شما یک نظام ناسیونالیسم یا ملیگرا بر اساس برتری بودن نژاد ایرانی یا مختص به نژاد ایرانی نخواهد بود. این حکومتی است که از مرزهای ایران و مرز ملیت ایرانی پاشو خارجتر میذاره. بله. اسلام اصلش یک نظامی است که مربوط به یک ناحیه نیست. قوانین اسلام هم یک قوانینی است که مربوط به یک گروهی نیست. اگر چنانچه بتوانیم ما نظام اسلام در همه دنیا اون بپا میکنیم و اگر نتوانیم در هر جا که توانستیم محاکمه مجرم یک امری است که مخالف با حقوق بشر است. حقوق بشر اقتضا میکند که ما اینها را همون روز اول کشته باشیم، در حالی که مجرم است و معلوم است که اینها مجرم هستند. این که باید برای اون وکیل گرفت، این که باید به ادعای اون گوش کرد،
این متهم هست نه مجرم، اینها متهم نیستن، اینها مجرم هستن. چرا ما را به ما اشکال می کنن که شما چرا به شما را می کشید؟ ما در این حال که اینها را همه را مجرم می دانیم و باید فقط هویت اینها ثابت بشد و اینها را باید همون که هویتشون ثابت شد کشت، نصیری همون که هویتش ثابت شد که نصیری است باید کشت. معذاله چند روز نگه داشتن و محاکمه کردن و اقرارات او را ثبت کردن و او را کشتن. آیا نظام حقوق بشر تصور نمی کند که مجرم را باید کشت برای حقوق بشر، برای اینکه حقایق کنیم ما از بشر، بشرهایی که اینها کشتن، زرد دادن، از بین بردن، ما اینها را معذاله محاکمه می کنیم و محاکمه کردیم، ولیکن اعتقاد من این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت باشد. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. خب من میخوام بدونم سرباز دور از وطن دست درد نکنه $50 خیلی ازت ممنونم سرباز دور از وطن، لطف محبت کرد، درود به شرف. من میخوام بدونم ژیسکار دستان مردشون قیافته ببرن به شاه من که داره زحمت میکشه که کشورشو تویی که 100 سال صاحب پژو و رنو و ماشین و صنعت و اینا شدی، شاه مملکت من میخواد این مسافت 100 ساله رو تو 20 سال بره، داری با عقده میگی که تو افسران تا چشمت کور بشه که افسرای ایران، درجدارای ایران، ارتش ایران، ارتش فرانسه رو گذاشت تو جیبش تا چشمت کور بشه، تا دندت نر بشه. حسادت از بس اومدید ایران، دیدید ایرونیا یکی کار میکنه 4 نفر داره میخوره. ایرونیا چقدر همه جا عشق و حال بود، همه جا عشق و حال بود، همه میخوردن، هیچ ایرونی نبود شب یلدا بگه من انار نمیخورم و نمیدونم آجیل نخوردم، هیچ ایرونی نبود بگه من خربوزه نخوردم، هندونه نخوردم، هیچ ایرونی نبود بگه من حفصی نمیتونم بچینم، هیچ ایرونی نبود که شب عید لباس نو نپوشه. دروغ میگن به شرافت بشری سلطان. تو هر مملکتی فرق بوده، تو مملکت منم بوده، تو هر مملکتی گدا بوده، تو مملکت منم بوده. چطور نیویورکتون رو نمیگین که یه خیابونی داره تو اون یارو نیویورک حاله میدونم چی چیه سیاپوسه میگه سرت میباره، اصلا آشغال در دیوارش میباره. چرا همین لندنتون رو نمیگین؟ فلون فلون شده تو همین الان، تو همین دوسلدور به من خیابون عربا رو بهتون نشون بدم جرات داره بری توش، تو همین هامبورگ به بهتون نشون بدم ببینم، بیاید به بانهوف هامبورگ، ببین بانهوف هامبورگ نگاه کنید ببینم، برید بانهوف فرانکفورت رو ببینید ببینیم چه خبره، مرکز ایستگاه قطارش چرا دارین پر، تازه آلمانو دارن میگن، برید آمستردام ببینید چه خبره، کثافت خونه است. پدر سوخت همه زوم کردن فقط رو ایران. چرا مواظب باشین ایرونیا برنگردن به هویت ملیشون. علنا جنرال آیزنهاور علنا گفت مواظب ایرونیا باشی، اینا میخوان برگردن به دوران عظمت خودشون، تو چشمت کورشه چرا نباید برسیم؟ ملت ایران برگردید به هویت ملیتون، وارد این بازی ها نشید. ما نه تیم ملی داریم، ما نه موسیقی داریم، ما نه سینما داریم، با همه چی این جمهوری اسلامی بجنگید. نمیخواید بجنگید نوش جونتون. تا نفهمید باید موش تو خیابونا باشه، تا نفهمید آب آشامیدنیتون باید آلوده باشه، تا نفهمید تهران باید در آلودگی باشه، تا نفهمید همین آشا همین کاست بچه تو باید بدی، ناموس تو باید بدی، شرف تو باید بدی، حیثیت تو باید بدی، دین تو باید بدی، خدا تو باید بدی، همه چی تو باید بدی، تا نفهمید، تا شما نیاین امروز تو خیابونا دیدی ایران برد، خاک بر اون سرتون کنه. کسی داره اینو بهتون میگه که بچه فوتبالی داره اینو بهتون میگه، بعد من اینجا بشینم از این فاصله تو همین الان تو همین جمعه که میتونم برم با خیال راحت بشم یا آبجو تگری بزنم با از ما بهترون، بیام اینجا بشینم هرس بچه تو رو بخورم، هرس تو رو بخورم که ناموس تو ندی به عنوان مرد ایرانی، بعد بیان تو خیابونا فقط منتظر میگه تقیب توقی بشه، فقط بیان تو پسرا بیان تو خیابونا لبندی به چپ لبندی خجالت بکشید، اسم خودتو گشتی مرد، زیر ابرو برمیداری، به شرافت بشری سوگند. بی غیرت تر از شما ها من ندیدم، از شما تنه لشه که این مسخره بازی تو خیابونا را میندازی.
دیدی دیدی آقا مبارزیم که خفه بمیر خفه بمیری برین چرت پرتره واسه کسایی بگین که واسه تون خریدار داره واسه تون تر خورد میکنه خفه بمیری. جناب مهندس شماره 9 لطم آورد بفرمه. این بهش میگم مبارز. وقتی میگم درود بر ملت بزرگ ایران منظورم اینه. امروز صحبتم با مردم ایران است، مردمی که عزیزانشان را به خاطر آزادی ایران از دست دادند. جنایت‌های مجاهدین خلق که در کنار جمهوری اسلامی می‌کردند را نام می‌برم. با آتش کشیدن سینما رکس آبادان، با آتش کشیدن اتوبوس‌های شهری که مسافر داشتند، بعد رفتن شاهنشاه یامر دعوای زرگری مجاهدین و جمهوری اسلامی بیشتر اوج گرفت. خمینی از یک طرف ایرانی‌ها را کش، مجاهدین خلق با صدام حسین به ایران حمله کردند. عملیات فروغ جاویدان، مجاهدین و جمهوری اسلامی هر دو یک روی سکه هستند و تا آرنج به خون جوانان ایران آلوده هستند. اگر جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق را در لجن بیاندازیم، لجن خواهی گفت از من کثیف‌ترم وجود دارد. هر قراردادی را که دوره حکومت جمهوری اسلامی بسته شده یا در آبان 98 ایرانی کشته شده، مجاهدین خلق هم شریک جرم جمهوری اسلامی هستند. چون مجاهدین خلق به جمهوری اسلامی کمک کردند تا قدرت بگیرند و ایران را به خاکستر تبدیل کنند. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. آفرین. به این میگم مرد، به این میگم بچه مبارز. درود به شرفه به اون بچه‌ای که شعار نویسی میکنن. خجالت بکشید، ناموستون رو آخوند برد. مادرت بعد بره تو خیابون تن فروشی بکنه، آبجیت بعد بره تو خیابون تن فروشی بکنه، بعد تیم ملی مرده. کدوم تیم ملی؟ کدوم اصلا کدوم ملیت؟ تیمی که بره تو خارج از کشور آبروی منو ببره با پرچم جمهوری اسلامی دستشو بذاره رو سینه‌اش بگه انجزه جمهوری شهیدا دست کلای، که اوجش مثلا میخوام یه تیشرت بپوشیم سن روی زده پاینده ایران بریم اینو بزنیم والا تو استادیوم نشون بدیم. جمع کنیم بابا کاسه کوزتونو. جناب مهندس شماره 10 هم لطف موبت بفرمایید. اینجوری زدم خار و مادر مملکت رو آوردن جلو چشامون. صادق طباطبایی رو گوش کنی چی داره میگه. صادق خوشگله تریاک فروش. هر کدوم از این هواپیماهای F-14 60 میلیون دلار قیمتش و حدود 75 تا 80 هر کدوم از این هواپیماهای F-14 60 میلیون دلار قیمتش و حدود 75 تا 80 تا دونه، باز آمار دقیق نمیدونم، در اختیار داریم. یعنی میدونید چه سرمایه هنگفتی است و مهمتر از این الان در حال حاضر نگهداری اینها در فرودگاه‌ها جاهایی که هستن واقعا بودجه عظیمی رو بر این ملت تحمیل میکنه. هیچ دلیلی نداره، به درد ما هم نمیخوره. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دیدی با 6 کیلو تریاک تو آلمان گرفتنش. گنشر وزیر امور خارجه وقت آلمان دستور آزاده شده 6 کیلو تریاک، 6 تا بسته سیگار تو جیبت باشه وارد آلمان بشی تو فرودگاه بگیرنت، مرده و زندتی میارن جلو چشات، انقدر جریمت میکنن. تازه اگه آلمانی باشی و مال چیز باشی، مال اینا باشی، مثلا من که پاس لجن اینا رو دارم، مرده و زندتی میارن جلو چشات. 6 کیلو تریاک من ولش کنی بره. بند ششم ماده هشتم پاراگراف فلان تبصره فلان چیز ملی، امنیت ملی، خفه بمیر. اونم او چش خفه بمیر. بعد میگه آزادی، آزادی، دموکراسی، دموکراسی، آزادی، ما باید آزادی ده. فدرالیسم مثل آلمان. ملتی که نفهمه حقشه، ملتی که میفهمه میشه ژاپن. دو تا بمب اتم خود تو سرش، دنیا رو کاکل انگشتش داره، همین چین چنگ چونگیه داره میچرخونه. با 1.40 متر بلند قدترینشون 1.60 ولی بنزه 500 کیلو مخت تو سرشه. 200 میلیون آدم همینطوری دارن تو هم میلولن ببین چه کشوری ساخته. تمام جزیره رو همه رو به هم دوختن. از این ور این فشار این دریا، از اون ور فشار اقیانوس. اصلا صبح تا شب روزی خدا دفعه زلزله میشه تو ژاپن، همه دیگه لرزونه گرفتن انقدر زلزله میشه، خون از دماغ کسی نمیاد. تو ایران یارو تو تهران یه هر چی اهواز میگه 8 دوام ریشتر.
مملکت حساب و کتاب نداره. چرا؟ چون ملت وامیده. لیاقت هر ملتی دولتشه. لیاقت ملت آلمان اینه، لیاقت ملت ترکیه اونه، لیاقت ملت امریکا اونه، لیاقت ملت اسرائیل اونه، لیاقت اردن اونه، لیاقت قطر اونه، لیاقت افغانستان و پاکستان و ایران هم اینه. چرا دروغ بگیم؟ همه دنیا رو گذاشتیم سر کار، تبرکه ولکن بابا، عربه ولکن بابا، همه داریم از خلیم پاکستانی هم هلکن بابا، افغان همه رو ولکن بابا، فقط جمال خودمون رو عشق هست. با چی هستیم ما؟ پهلوان زنده رو عشق هست. الان چی هستیم ما؟ هیچی نیستیم. 42 سال به یه ما شیعه شپشو داریم باج میدیم، من تعارف داریم، بعد واسه 4 تا بچه مسخره اومدیم تو خیابونا بشکن و بالا بنداز. از کنید ما بیخیال. کسی که بره واسه تو صف فیلم مارمولک رو نگاه کنه، کسی که بره بشه گلزار واسهش بشه هنبیشه، بشه فردین جمهوری اسلامی، مهناز افشار تنلش براش بشه پوری بنایی فروزان، اینا گل کفش فروزان و پوری بنایی هم نمیشدن، بلیت فروش سینما هم نمیشدن اینا. کسی که تیم فوتبال مملکتش بیاره رو کاکل علی دایی و حمید استیلی و باقری و نمیدونم بیقری و اینا، میارو مهدوی کیا و خداداد عزیزی دیگه چجوری بیار مسخرتون کنن؟ کسی که رئیس باشگاهاشو بهتون نشون دادم، از علی عبدو تیمسال خسروانی برسیم به این تنلش های تروریست، یه تکونی به مختون بدین، یه خونه تکونی بکنید مختونو. جناب مهندس شماره 11 هم لطف مواد بفرمایید. اتریش اون همه ایرانی است، همین بچه ها تفلک ها چند ماه تو سرما دارن جاویدشا میگن، کدوم یکی از این بیشرف ها تو تلویزیون هاشون نشون دادن؟ چرا؟ چون میگن جاویدشا، چون عکس شاه رو برداشتن آوردن، چون سینه سپر کردن واسه پهلوی. هر کی سینه سپر میکنه واسه پهلوی باید فوش خارمادر بخوره، باید تهدید بشه، باید تهمت بهش داده بشه، باید تو تک و پوزش بزنن. چرا؟ ما چه گناهی کردیم؟ به کدوم این گناه ما باید فوش خارمادر بخوریم؟ جناب مهندس لطف مواد بفرمایید. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. وقتی سری اومد آقای احمدی، اینا با یه گروهی هن که رفتن تو گروه اون یا اون مشروط خواه قلابی، بعد این پولشو اینا میدن و بعد پولشو چرتپت برای من نگی. هر کس گفت جاوید شاه، من میگم درود به شرفه. اگه من با اینا مخالفم باشم که آقا نمیدونم چرا سبزه دادی دست شیر، چرا نمیدونم خودکار دادی دست، من الان وارد این بازی ها نمیشم. دعوای من الان جاوید شاهه، الان دعوای من بر سر اینه، پاینده ایران جاوید شاه، تموم شد رفت. الان هر کس اومد گفت پاینده بود ایران، ایران 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 شاه شاه، این آقا رضا پهلوی وارث داجوده، هر کس الان اومد اینو گفت، الان اون باید حمایت بشه. ما تنهایی، ما کسی رو نداریم، همین چهار تا نصف آدمی، همینطوری نشستین چرت و پرت گفتین بینمون تفرقه افتاد، چهار تا نفوذی فرستادن بین ما. یارو باباش صراف تو لندن اومده میگه شیرزید شیرزید نه راه ما راه شاد، خفه بمیر بی سواد نفهم، خفه بمیرید همتون. جناب مهندس شماره 12، اینا که تو این سرما که هر کدومشون میتونن برن بهترین اشغال بکنن تو اتریش، تو اون شهر بیان، اینا میان تو خیابون به خاطر این میان تو خیابون که تو زندگی بکنی. جناب مهندس لطف مواد بفرمایید شماره 12 رو بکنی به خودتون بدین بابا.
به 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 واقعا به به دمت گرم دمت گرم واقعا دمت گرم سپاس از شما جناب مهندس سیاکی گرامی. بچه هایی که اینطوری تو ایران اصلا شاه رو ندیدن، جون دارن میدن واسه شاه، نسلی که اومده و مملکت به هم ریخته رفتن چپیدن تو خونه هاشون. شما ها باید به این خون بدین، نه این جوان ها. جوان ها چه گناهی کردن که انقدر خون بدن تو ایران؟ چقدر جوان بگیرن ببرن تو زندان ها؟ چقدر ببرن سلاخی بکنن؟ چقدر به اعتیاد و فحشا و به بدبختی بکشنشون؟ چرا تبر کردین تو خونه هاتون؟ که پاتون لب گوره، بیاین تو خیابون تکلیف رو روشن کنید، سینه سپر کنید واسه ایران. بشه که من سینه سپر کنم، فیلم برای من اومده با 70 سال سن چنان داره غیر میده انگار عروسی ننشه. اصلا تو رو سنن حالا فوتبال فوتبالی سنن جام جهانی، اصلا تو اصلا میدونی فوتبال چه؟ نه غیر تو کمرت مونده به خاطری که 40 سال پیش میتونستی بری کاباره برقصی، دیسکو برقصی، حالا اومدی تو خیابون داری میرقصی. من میدونم شما ها چطونه، بی ارزه در این نسلی که ایران رو شوهر داده، ایران رو آتش زده شما ها. که امروز بچه هد امروز 90 باید اینطوری تو زش و بدبختی زندگی بکنه. یک کشور رو در به داخون کردید، آتش زدید یک کشور رو. و به جایی که امروز بشین راهنماهای مردم هنوز نشستن، هنوز که هنوز نشستن که گریبان پهلوی رو گرفتن. من پهلوی به شما هیزم تر فروخته، من نمیفهمم مگه پهلوی به شما بدهکار بوده؟ من نمیدونم مگه خانواده پهلوی به شما چیزی بدهکار بوده؟ اصلا رضا شاه یه سرباز از پشت دل دهات اومده مملکتو از بدبختی و بیچارگی نجات داده، اومده شماها رو رسونده به سوار قطارتون کرده، مگه به ما بدهکار بوده رضا شاه؟ مگه شاهنشاه آریامهر به ما بدهکار بوده؟ یه جوان 20 ساله شهریور 1120 بره ایران از دهن استالین و روزولت و اون یارو چرچیل بکشه بیرون، مگه به ما بدهکار بوده؟ مگه شعبان و فره به ما بدهکار بوده بره بشینه با جوزامیا نهار بخوره؟ مگه علازه به ما بدهکاره که یه جوان ولیعهد مملکت بوده 18 سالش بوده، پدر و مادر رو خدافظی میکنه سوار هواپیما میشه بیاد بشینید بیاد یه سال دو سال خلبانی یاد بگیره که بیاد تازه خدمتگزار مملکتش بشه، نه که بره خلبانی یاد بگیره بره مثل شاهزاده قرتی بازی رو اون بالا قرتی بازی رو بندازه. پاشا مملکت گذاشت بیرون، 3 ماه بعد ایران آتیش کرده، باباشو جلو چشش کشتن، پدر ایرانو جلو چشش کشتن، خواهرشو کشتن، برادرشو کشتن، خانواده‌شو آتیش زدن. خب این چهرهشو برید نگاه کنید، مرد 10 سال بیشتر از سنش پیر شده، هی چپ میرن راست میرن. شاهزاده رضا پهلوی شما تکلیف روشن بکنی، نگو ظالم محمد، نگو شیر محمد، خفه بمیر مردشون رو اون فکتو ببرن، قاطر زاده خفه بمیر مردشون رو اون فکتو ببرن، خفه بمیر، خفه بمیری دمتون بی سوادای بی شعور نفهم. این مرد مگه بدهکار باید تاوان نفهمی شما ها رو بده؟ بچه وارد این بازی ها نشید. وزارت اطلاعات ارتش سایبری داره، وزارت اطلاعات از این جونورا تو دست پاش داره، نویسنده داره، خواننده داره، ورزشکار داره، نمیدونم روزنامه نگار داره، برنامه ساز داره، رقاص داره، جنگیر داره، مبارز داره، کانال بزن داره، ادمین داره، همه جونوری تو دست و پاش هست، همه رو هم خریدن. خیالتون رو راحت کنم، هوش و حواستون رو جمع کنید، اینقدر بازیگوشی نکنید. من مثل دیگران نیستم بیام میگم نسل پویا و ایران، نه من اصلا زیر بال و پرتون هندونه نمیذارم. از من بدتون، من اصلا اومدم یه کاری بکنم از من بدتون بیام. شما اگر نسل باهوشی هستی به خاطر اینکه اینترنت زیر دست و بالتونه دارید میخونید میبینید، از من که نسل من بودم آگاهیتون بیشتره. چون هر چی الان بگی خودکار تق 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 تق، خودکار چیه؟ میگه اصلا خودکار اینجوری به وجود اومد، بگو تق 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 انبردستی، نه انبردستی اینجوری به وجود اومد. ما نه، ما نسلمون اینا رو نداشتیم، ولی هوش و حواس داشتیم. هوش و حواس امپریالیست
کاپیتالیسم های جهان، گلوبالیست جهان، هوش و حواستون کرده توی 200 گرم تلفن. یعنی این تلفن ها رو ازت بگیرن خلع سلاحی، هیچی. من 50 تا شماره تلفن حفظ بودم به شرافتم اگه دروغ بگم، 30 تا 100 درصد. امروز شماره تلفن خودم هم حفظ نیستم، اینجوری مخمانو کردن اون تو، یخ زدمون کردن، هممون رو وابسته کردن به اینترنت. یه روز تلفن 5 دقیقه این تلفن اگه تونستن دستتون تو جدا کردن، تلفنم انگار درجه زمین لرزه میشه. هوش و حواستون رو جمع کنید، به قول مانو خدابخشیان زنده یاد، لابلای خطوط رو بخونید. کشور داره نابود میشه، نابود شده ایران. به اسم خدا، به اسم اسلام، به اسم پیغمبر، مرده و زندمون رو جلو چشمون دارن آتیش میزنن. ناموسمون رو دادیم، شرفمون رو دادیم که یه مش شپشو بیان به من تو حکومت میکنن، این مزخرفات رو برن تو طویله درست کردن، میگن مجلس طویله رو انداختن، میگن بیت رهبری. کی؟ یه لوادکار بیشعور بیسواد به اسم علی شیره ای. اینا خیال میکنین کی هم؟ پاسدارا بسیجی خیال میکنین تق به توق بشه که شما دارین واسه اینا آدم میکشید؟ خیال میکنین اینا پای شما باید میسن؟ همه شون توق به توق در میرن، یا مسکو هن، یا چین هن، یا کره شمالی هن. اسامی بچه ها رو بگیم، از حضورتون مرخص بشیم. یه ترانه هم هست از هایده فقید، روان شاد، روان شاد. گفتم یه ترانه سلیقه خودمون براتون جمعه ها انتخاب بکنیم و یادی از هایده عزیزمون هم بکنیم. روان شاد، روان شاد، روان شاد. حیف این بزرگان رو که از دست دادیم. خیلی زود رفت هایده و مهستی، خیلی زود رفتن. به جایی که اونای دیگه باید برن، اینا رفتن. بعد خدا گلورچین خوب مردو شورتو ببرن آقای خدا. حالا نمیشه یه دفعه خارورچین باشیم، تو آزار یه دفعه گلورچین باشیم. خدای مردم آزار نهیده بودی، خدا هم اینترنتی شده، خدای چتی نهیده بودی. با سپاس از جناب مهندس سیاوش گرامی و شما خانم آقایون، حواستون رو جمع کنید بچه ها. جونم بله چشم. جاوید شاه هم همین الان از کانادا $50، دست درد نکنه جاوید شاه، همت گرم. جاوید شاه کانادا $50، درود به شرفه. تا زمانی که یه ملت تو خیابون این جاوید شاه رمز پیروزیه، اینو نگید آش همینه، کاسه همینه، به شرافت بشری سوگند. یه ماونی دیگه مونده تا نوروز خودمون، خواهید دید چه بلایی سرتون میاد. از الان دارن میگن تورم 40% میره بالا، میگه مورچه دیگه چه کلباجر چی باشه دیگه، ملت هیچی ندارن، 40% میخوان گرون کنن، چون فهمیدن ما باجو میدیم. آبتین خورشید پهلوی $50، سپاس از شما. ایران بانو $50، سپاس از شما. آندرا آلمان $35، سپاس از شما. شاهین لس آنجلس $50، سپاس از شما. بانو گیتی لس آنجلس $20، سپاس از شما. فرش